خب درود دارم خدمت هموطنان عزیز. پیش از هر چیزی از همه هموطنان استدعا دارم که ضمن این که محبت میکنن به اشتراک میگذارن این برنامه رو، تا آرام آرام جناب آصف کیای نازنین و جناب سروش گرامی به ما بپیوندن، من یک ویدیویی رو به خدمت شما ارائه میدم و انتظار دارم که به اتفاق با یکدیگر این ویدیو رو بشنویم، تا دوستان که به جمع ما اضافه میشن بتونیم در این رابطه گفتگو بکنیم و بحث رو پیگیری بکنیم. یهود، روابط دیرین. نگاهی به تاریخ روابط 2500 ساله یهودیان و ایران زمین. گفتگو با پروفسور امنون نتسر. پروفسور امنون نتسر، با سپاس فراوان در گفتارهای پیشینتون درباره روابط تاریخی بین دو ملت ایران و یهود، شما سلسله ساسانی رو به پایان بردید و دورانی رسید که ایران، امپراتوری ایران متلاشی شد و حمله عرب آغاز شد، و تقاضا میکنیم که در گفتگوی امشب به این مرحله از تاریخ دو ملت برسید. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اولا این توضیح لازمه که در کشور ایران، سرزمین ایران، یهودیان تقریبا در حدود 1200 سال، شاید بیش از 1200 سال زندگی میکردن تا اینکه حمله عرب شروع شد. ما همه متوجه شدیم که با وجود طولانی بودن سکونت یهودی ها در میان ایرانیان، نمیخوام بگم که ما از فقدان منابع تاریخی رنج میبریم، ولی لااقل میتوانیم اینو بگیم که از کمبود مراجع و منابع رنج میبریم و اندازه کافی ما مرجعی نداشتیم که بیش از تقریبا دو سه فصل درباره یهودیان ایران در اون دوره چیزی بنویسیم. در اینجا هم کمابیش به همون صورت، ولی این را من میخواستم یادآور بشم برای کسانی که امکان داره که این موضوع رو فراموش کردن. ایران، ایران زرتشتی بود، جمعیت و ملت، ملت زرتشتی بودن، ولی بزرگترین اقلیت در ایران اقلیت یهودی بود، در اینش هیچ گونه شک و تردیدی نیست. بنابراین اون چی که در ایران اتفاق افتاد، نباید گفت که این اتفاق فقط برای مردم زرتشتی افتاد، در واقع این اتفاق هم برای مردم یهودی افتاد، برای که کم و بیش اگر ما صحبت از 20% از جمعیت ایران میزنیم که یهودی بودند و در پاره‌ای از آبادی‌ها و شهرها موضوع بر سر 20% نیست، شاید 90% و شاید هم 100%، چون بعضی از آبادی‌ها و شهرها و شهرک‌ها رو یهودی‌ها ساختن و جمعاً در اونجا زندگی می‌کردن. برای نمونه یهودیه، یا که بعداً شهری که به نام اصفهان نامیده شد. مسلمه که یهودی ها در یک کنار ننشستند و این حمله عرب را بدون تحرک و بدون فعالیت تماشا کردند. حتما یه فعل و انفعال هایی بوده که متاسفانه از ما به دقت از اون اطلاع نداریم. پاره از جزئیات را ما از میان بعضی از مراجع بیرون میکشیم که یکی از اینها کتاب ابو نعیم
به نام ذکر اخبار اصفهان و در اونجا چیز خیلی جالبی ما متوجه میشیم و شاید به خاطر قطعاتی که ما در این کتاب میبینیم و فراموش نکنیم که ابو نعیم خودش ساکن شهر اصفهان بوده و میدونسته که در اصفهان اکثر جمعیت یهودی هستند. در جلد اول کتابش فکر میکنم در صفحات 21 یا 22 به زبان عربی می‌نویسه که با آمدن اعراب و نزدیک شدنش به دروازه اصفهان، یهودی‌ها با یک نوع مسرت مخصوصی میرن بکنند از اعراب. حالا این باید از خودمون بپرسیم که علت چیه. یکی از علتی که واقعا خود ابو نعیم میگه یهودی ها خیال میکردن که دوران مسیح رسیده و کسی یا کسانی که این تحول را در ایران ایجاد کردن واقعا یک نوع یا تحول مسیحایی بوده یا اینکه یه تحولی بوده که میشه به نام پیش درآمد برای ظهور مسیح خان. میدونید که یهودی ها به هر حال افراد سیاسی نبودن در اصل. البته منظور شما از واژه مسیح مسیح مسیحیان نیست، بلکه مسیح همون چیزی که ما اسمش رو بذاریم مسیح موعود، ولی منجی یهودیان، یعنی مسیح بن داوود، نه مسیح بن یوسف به عبارت دیگه. و ابو نعیم میگه که به یهودیای اصفهان رفتن به دروازه شهر و تعدادی از اونها هم با دف و نی و ابزار موسیقی برای استقبال از اونها. به نظر من با وجودی که چیزی که ابو نعیم نوشته حتی یک سفر هم اشغال نمی‌کنه، ما بتونیم چند تا نتیجه ازش بگیریم. نتیجه اول اینه که نشون میده با وجود که باید این موضوع رو بار دیگه تاکید بکنم که اصفهان شهر پر جمعیت یهودی بوده، شاید هم اکثرشون یهودی بودن، چون نزدیک به اصفهان جایی بوده که اسم شهرستان بوده و در اون شهرستان کاملا زرتشتی ها زندگی میکردن، ولی در نزدیک به اونجا همونطور که ابن حوقل یا ادریسی در کتاب‌های جغرافیایی خود می‌نویسند، فاصله زیادی بین شهرستان و یهودیه نبوده. سرزمین خرم و آبادی بوده که یهودی‌ها آبادش کردند و ساختند. در دوران فیروز تعداد زیادی از یهودی‌ها به صورتی به علتی کشته شدند که البته یکی از عللش وضع اقتصادی ناگواری بوده که در سراسر ایران حکم فرما بوده. و این نشون میده که دل خوشی تا یه اندازه‌ای از حکومت، پاره ای از حکومت‌های ایرانی نداشتن. و فراموش نکنید که چیزایی هم بوده که در دوره ساسانی من وارد جزئیاتش نشدم که ارتباطی داره با یهودیت. اون قیام مزدک با آوردن بعضی از اصول مزدکی که تا اندازه زیادی جریحه‌دار بوده برای یهودی‌ها، مخصوصا قسمت‌هایی که ارتباط داره با حرمت خانوادگی. و یهودی ها خیلی حساسیت داشتن نسبت به این. حتی یک زد و خورد های انقلاب در دوره قباد ساسانی شده که من نمیخوام دوباره برگردم اون دوره. یکی اون که دل خوشی نداشتند از حکومت های ساسانی، پاره از حکومت های ساسانی. دوم این که سردار اصفهان فیروزان در واقع شهر اصفهان ول کرد و فرار کرد، یعنی شهر بدون دفاع مونده بود برای اومدن اعراب. و این را باید تاکید بکنم که متاسفانه، نمیدونم آیا یک پژوهشگر میتونه کلمه تاسف را به کار ببره، برای که ما باید کاملا بی‌طرف باشیم در این گونه چیزها. در بسیاری از جاها سرداران ایرانی شهرها و سنگرهای خودشون رو ترک کردن و کاملا گذاشتن باز به سوی اعرابی که حمله کردن. یه علت اصلیش این بود که مردم ناراضی بودن از سالاران خود، از فرماندهان و حاکمان و والیان این شهرها و نواحی.
یهودی ها اگر چنین کاری کردن یه علتش این بوده. علت دومش این است که باید این رو بپذیریم که اگر در اصفهان یک اقلیت کوچکی می بود، فرض می گیریم اگر 80% زردشتی بودند و 20% یهودی بودند، یهودی ها هرگز جرأت چنین کاری نمی کردن. این خودش نشون میده که واقعا شهر اصفهان در دوره حمله عرب کاملا در دست یهودی ها بود. یعنی یهودی ها واقعا در اونجا ساکن بودند. لااقل همونطوری که عرض کردم در قسمت یهودیش. و گذشته از این، اگر هم فرزن به یک وسیله و رای اطلاعاتی داشتند از این که اسلام چیست و پایه ها و اصول اسلامی بر چه استواره، بدون شک در اون موقع ابتدایی و آغازین که هنوز اسلام رشد نکرده بود از نظر شریعتی، یهودی ها بسیاری از چیزهایی در اسلام میدیدن در اون دوره که واقعا تشابه تقریبا کاملی داشت با یهودیت و زردشتیت نداشت. اگر یک عده‌ای از طرف غرب اومدن، یعنی از طرف عربستان، یا بهتر بگوییم از طرف بابل، یا اگر بهتر بگوییم بابلی که جمعیت یهودیش خیلی زیاده، بابلی که کم و بیش میشه رو تشبیه کرد به ایالات متحده آمریکا امروز با یهودیانش، نه در واقع سرزمین اسرائیل عظمت و قدرتی داشته، این بابل بود و بابل در همسایگی ایران بود، عرب هم از همونجا حمله کردن به ایران. این است که یهودی ها شاید در فضای فکریشون اینطور تصور میکردن که باید از اینها استقبال کرد، که البته رفته رفته با مشاهده چهره واقعی اعراب در حمله های بعدی که به جاهای دیگه شد و در ساخله هایی که عرب ها و فرمانده های عرب ساختند در جوار پاره ای از شهرها و آبادی ها و شهرک ها و کشتارهای فجیعی که بعداً عرب‌ها در بسیاری از جاها کردند که احتمالاً شامل حال یهودیان این جاها هم می‌شده، بدون شک اون توجه یهودی‌ها نسبت به اعراب تغییر شکل داد و یهودیه در جاهای دیگه هم بوده، در خراسان هم بوده که یهودی ها شهرهای از خودشون ساختند و خراسان واقعا قلب ایران بود. و یک موضوع دیگر هم که باید توجه داشته باشیم، من فکر میکنم که اجمالا به اون در صحبتهای قبلی اشاره کردیم، این است که اعراب با یک شعارهای نمیخوام بگم فریبنده، ولی میخوام بگم که شعارهایی بود که به قلب مردم ایران نشست. مردم ایران از جمله اقلیت ها، تنها اقلیت یهودی نبود، اقلیت مسیحی هم در اونجا، اقلیت هندی بودند و پاره از پیروان ادیان کوچک دیگر. این است که تحولی واقعا در ایران از نظر نه تنها تصرف ارضی، بلکه یک نوع تحول طبقاتی و اجتماعی هم در ایران به وجود اومد. و من موضوع طبقه بندی ایران ساسانی را اونم به صورت اختصار گفتم. در عرب ها با یه شعارهای تازه اومدن و تنها به وسیله فشار و زور و کشتار نبود. این درست نیست اگر ما بخوایم از نظر تاریخی قضاوت بکنیم که عرب ها اومدن فقط به زور شمشیر ایرانی ها را مسلمان کردن. بوده به زور شمشیر، نمیگم که نبود، این چیزی که خود عرب ها در تاریخ خودشون می‌نویسن، ولی بودند افرادی که
ناراضی بودند از حکومت‌های قبلی، ناراضی بودند از فرق‌های طبقاتی موجود و اینا پیوستند. عجیب این است که اونهایی که با سرعت بیشتری دین زردشت ترک کردند و به سوی عرب رفتند و اونها پیوستند، یه دسته و یک قشر توانگر زردشتی بود، علت داشت. و فکر میکنم که تا یه اندازه این علت ارتباط داره با همون زندگی اریستوکراتی این توانگران، برای که برای ثروتمندان زردشتی دوره ساسانی شرم‌آور بود که به عنوان یک شهروند درجه دو و سه شناخته بشن و نوعی مالیات بپردازن به والیان به نام جزیه، که این مالیات را افراد پست میپرداختن در دوره ساسانی به والیان و حاکمان ساسانی. در واقع این اعراب مسلمان نبودن که جزیه را اختراع کردند. جزیه یا به زبان فارسی گزت و گزیه خودش یه مالیات ساسانی بود و این مالیات ساسانی واقعا تحمیل شده بود به افرادی که در از نظر طبقاتی در یک درجه پایین بودند. بنابراین تعدادی از ثروتمندهای زردشتی گرویدند به اسلام، به سوی اعراب رفتند. در این مورد به اندازه کافی تحقیق شده و ریچارد بولیارد و در بین دانشمندان خودمون در دانشگاه عبری اورشلیم، نهمیا لپسیون و دیگران به اندازه کافی پژوهش‌های خودشون رو نوشتن و انتشار دادن. بله، سپاسگزاریم پروفسور نتسر. این بحث ناتمام موند و در فرصت دیگر اون رو ادامه خواهیم داد و از دوران تسلط عرب بر سرزمین ایران و تأثیرش بر زندگی یهودیان و رابطه که بین یهودیان و دیگر مردم ایران وجود داشت از شما پرسش خواهیم کرد. خب درود دارم خدمت هموطنان، درود دارم کلبان سروش نازنین، سپاسگزارم که سعادت فرمودید. این برنامه بود که لازم بود گذاشته بشه. از این دست من عرض ادب و احترام دارم برای هموطنان. قبل از اینکه کدبان سروش نازنین با شما حال و احوالی بکنند و حال جوی شما بشن، به شما میگویم که در این دست اتفاقات بسیاری از لایو گذشته تا لایو کنونی که ما در خدمتتون هستیم افتاده است و بسیار از شب خدمت شما جای نگاه وجود داره در این برخوردهای اجتماعی. مهمترین اتفاقی که افتاده است، عزیزانی از داخل اسرائیل محبت فرمودند، پیام فرستادند و گفتند که ما میخوایم در برنامه لایو شما پیام آور دوستی ملت اسرائیل باشیم، که بدیهی ما در برنامه لایو منفکی از این عزیزان دعوت به عمل خواهیم آورد که تشریف بیارن. اما شرح عمل کردی که ما کماکان داریم میبینیم و رد پاهایی که کماکان داریم پیگیری میکنیم مغایرت داره با این ادعاها و امشب آمده ایم گرد یکدیگر تا این پرده ها رو حتی المقدور به کنار بگذنیم و ببینیم که واقعیت ها چیست. من حقیقت با این ابراز علاقه که هم زبانان ما ساکنه در اسرائیل اعلام فرمودن، تصورم بر این است که بسیاری از این عزیزان شاید آگاهی از سیاست‌ها و شیطنت‌های پشت پرده عوامل و مافیای صهیونیست نسبت به ماهیت ایران و ایرانی ندارن. رضا، از این دست استدعا کردم از جناب کدبان آصف نازنین و دکتر سروش نازنین
به ما بیایند و بیاموزند آنچه را که نمیدانیم و این پرده ها را در حقیقت بکشاییم. و امشب این برنامه لایف که برنامه خواهد بود که شاید آن عزیزان هم به جمع ایران پرستان بپیوندند و مسیری تازه باز شود تا ایران دوستان، ایران پرستانی که حتی در داخل اسرائیل هستند پرسجو بکنند و بخواهند از دولت مردانشون بخواهند که چرا یک چنین رفتاری، از سیاستگزارانشون بخواهند که چرا اینقدر ایران ستیزی. و به هر حال اگر واقعا دایه این رو دارن که ایران خاک مادری خودشونه، این مهم تحقق پیدا بکنه. ما کماکان بر ساز ایرانی دوستی و ایران مقدس و اولویت ایران خود تکیه داریم و تکیه میزنیم و خواهش کردیم که جناب دکتر سروش مهراد هم امشب در خدمتشون باشیم. جناب دکتر، تا من کدمان آصف نازنین رو روی اسکایپ بیارم، شما میخواید با شنوندگان و بینندگان گفتگوی داشته باشید و تا به بحث بپردازیم. خواهش میکنم. درود میگویم به همه ایرانیان در سرتاسر این جهان خاکی، به ویژه در کشور مقدس ایران، ایران بزرگ، ایران شهر تاریخی. با آرزوی بهترین ها برای همه ایرانی تباران، یعنی تندرستی و شادی. سپاسگزارم، سپاس ویژه دارم از شما، همچنین درود ویژه میگویم به شما از اینکه از تلاش های میهن پرستانه شما، ایران خواهانه شما و از دانش ایران یارانه شما که بسیار ایران پرستانه تلاش و کوشش میفرمایید. همچنین درود بیکران به آصف گرامی که از ایشان همیشه میآموزم و سپاسگزارم از اینکه امروز در این برنامه هستند و برای من سربلندی بزرگی است که با ایشان در این برنامه خواهم بود. خواهش میکنم. کدبان آصف گرامی، اگر ممکنه دوربینم به ما بدید که ما شما رو ببریم روی ایر. آصف جان، بله، خب محبت میفرمایید دو... بفهمید آوای من هست؟ بله، آوای شما به رسایی میره، شنیده میشه. کمی تنظیم بابا که عزیز عزیز و ایران دوست و خدمت جناب سروش هم عرض ادب دارم و امیدوارم امروز بتونیم در کنار هم در ارتباط با مسئله که در ارتباط با اسرائیل و مذهب یهودیت مطرح است بتونیم گفته‌های خوبی رو باز کنیم. و من فکر میکنم اسناد بسیاری در ارتباط با مسئله یهودیت هست در نسبت با ایران، خود اندیشه یهودیت هست که خب سروش عزیز و شما در برنامه های در هفته های پیشین در ماه های گذشته بارها بارها به این بخش رو پرداختیم. من خودم خب کمتر به مسئله پرداختم و امروز من آمدم به این برنامه با رایتان صرفا به یک دلیل خیلی بنیادین. خب من برنامه جناب منشه امیر رو دیدم در رادیو اسرائیل بود که ایشون در گذشته نشندان بود، یک مصاحبه داشتن با بنیانگذار رادیو اسرائیل جناب نتسر، امنون نتسر. بعد ایشون البته دکترای تاریخ دارن تا جایی که من اطلاع دارم و امریکا درسشون رو خوندن و بنیانگذار رادیو اسرائیل هستن. نقطه نظراتی رو ایشون مطرح کردن به عنوان هم ایشون به عنوان یک تئوریسین هستن و هم به عنوان بنیانگذار رادیو اسرائیل. فکر میکنم حدود 3 سالی بود که ایشون در رادیو اسرائیل کار کردن اگر اشتباه نکنم و پس از اون برای ادامه تحصیلات رای امریکا شدن. گفتم که خب دیدگاه این رادیو اسرائیل به نظر من بسیار حائز اهمیت هست و همچنین دیدگاهی که در ارتباط با مذهب یهودیت وجود داره، دیدگاهی که نسبت به ما ایرانیان نسبت به اسرائیل داریم چگونه هست، به طور کلی دیدگاه ایرانگرایان چگونه هست نسبت به این مسئله و این مسئله رو باز کنیم
و این مسئله که خب یه سری کوچکترین نقدی که به واژه یهودیت میشه یا به خود اسرائیل به عنوان سیاست‌های اسرائیل نقدی صورت میگیره، برخی آمدن این رو به عنوان ستیز با این جریان معرفی کردن، در صورتی که این گونه نیست، بحث ستیز نیست، بحث بازگو کردن حواجب تاریخی هست. و من یک مصاحبه بود چند سال پیش بود، من در همین یوتیوب دیده بودم، پیش از اینکه زنده یاد رحمت‌شاد کوروش آریامنش در راه ایران کشته شد توسط عوامل جمهوری اسلامی، در یکی از برنامه از ایشون پرسیدم که جناب کوروش آریامنش، چون بارها و بارها این اسلام‌گرایان و مخالفین شما میگن که شما اسلام ستیز هستید، آیا شما کوروش آریامنش اسلام ستیز هستید؟ پاسخی که ایشون دادن خیلی بسیار زیبا بود. پاسخی که زنده یاد کوروش آریامنش داد این بود که ایشون گفتن که خیر، ما داریم حقایق اسلام رو بازگو میکنیم. اگر آنها فکر میکنن این ستیز با اسلام هست، بحث اونهاست و این بحث مسئله ستیز یا دشمنی نیست. مسئله این هستش که ما داریم حقایق رو بازگو میکنیم و اونها چون به مذاقشون خوش نمیاد میگوید که بله یه عده میان نمیدونم در ستیز با اسلام واقع میدارند و غیره. البته خود من جناب بابک عزیز، من مخالف اسلام هستم، مخالف تفکر یهودیت هستم، یعنی اون مذهبی که اینها دارن، و ما نمیتونیم بیاییم قرآن رو نقد کنیم اما به تورات نپردازیم. از این شدنی نیست. یعنی شما وقتی که وارد بحث قرآن میشید و بخواید به صورت ریشه‌ای به قرآن بپردازید، 100% چه بخواهید چه نخواهید مجبور هستید که به تورات هم بپردازید، در صورت چون تورات هم از نظر برقان هستن، هم از نظر تبالی، خب اینها خودشون رو یکی میدونن، نه اینکه من خودشون در اسناد خودشون هست، یعنی من همه این اسناد رو خدمت دوستان ارائه میکنم. و مهمتر از تمام این مسائل، یعنی مهمتر از این مسئله که اون نگاهی که ما به عنوان از دید انسانی نسبت به یهودیت داریم، مهمتر از اون نگاهی هستش که این افرادی که خب از این تفکر پشتیبانی میکنن در نسبت با ایران دارن. برای نمونه گفته های جناب منشأ امین هست که آمدن ایران ستیزی کردن، از یورش اسلامی ها در ایران دفاع کردن و صدایشون هست، مصاحبهشون هست با بنیانگذار رادیو اسرائیل جناب نتسر و همینطور بنیانگذاران بربا تفکر صهیونیست که حالا دوستان میگن که سیون هست و به این صورت مسئله رو عنوان میکنن به عنوان نام دیگر روشنی رو عنوان میکنن که اینا رو در لابلای برنامه میدن. اما اگر خواستید بابک عزیز، من گوش میکنم به گفتهای سروش گرامی و پس از اون بخشی از این گفته های جناب منشأ امین با جناب امنا نصر رو بگذارید تا من اشاره کنم که تناقضات فکری که در این برنامه مطرح کردن چندین سال پیش در رادیو اسرائیل هست، در آرشیوشون هم هست، در آرشیو بنیاد نصر هم هست، اینا همین موجود هست، حتی کتابی هم در این زمینه موجوده که باز کتابی که در این زمینه هست جناب منشأ امین این کتاب رو به نگارش در آوردن و این مسائل وجود داره، نمیتونن رد کنن. یک سندی هست که خودشون ارائه کردن، ما صرفا نقد کردیم اسناد رو. پس از اون اگر اجازه بدید باور شما میتونم به خود جریان نقدی بر یهودیت که دلیلش چه است. دوستانی که میان این مذهب یهودیت رو نقد میکنن، اسرائیلی ها یا کسانی که باورمند به این اندیشه هستن میگن که شما در ستیز با اسرائیل گام برمیدارید و این چه ربطی به اسرائیل ستیزی داره. اینها رو من توضیح میدم، دیدگاه این افرادی که این گونه فکر میکنن رو در برنامه باز خواهم کرد. من در خدمت این هستم بابک جان. سپاسگزارم. معتقدید که من بر اون قسمت رو دوباره برای باز کنم؟ خواهش میکنم. چون دوست دارم با هم با سند رو سرم ایران و یهود روابط اجازه بفرمید. خواهش میکنم. بله، یهود روابط دیرین.
روابط 2500 ساله یهودیان و ایران زمین. گفتگو با پروفسور امنون نتسر. کدوان سروش صدا رسا هست شما؟ بله بله. سپاس گزارم. روابط تاریخی بین دو ملت ایران و یهود، شما سلسله ساسانی رو به پایان بردید و دورانی رسید که ایران، امپراتوری ایران متلاشی شد و حمله عرب آغاز شد و تقاضا میکنیم که در گفتگوی امشب به این مرحله از تاریخ دو ملت برسید. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اولا این توضیح لازمه که در کشور ایران، سرزمین ایران، یهودیان تقریبا در حدود 1200 سال، شاید بیش از 1200 سال زندگی میکردن تا اینکه حمله عرب شروع شد. ما همه متوجه شدیم که با وجود طولانی بودن سکونت یهودی ها در میان ایرانیان، نمیخوام بگم که ما از فقدان منابع تاریخی رنج میبریم، ولی لااقل میتوانیم اینو بگیم که از کمبود مراجع و منابع رنج میبریم و اندازه کافی ما مرجعی نداشتیم که بیش از تقریبا دو سه فصل درباره یهودیان ایران در اون دوره چیزی بنویسیم. در اینجا هم کم و بیش به همون صورت، ولی این را من میخواستم یادآور بشم برای کسانی که امکان داره که این موضوع رو فراموش کردن. ایران زردشتی بود، جمعیت و ملت زردشتی بودن، ولی بزرگترین اقلیت در ایران اقلیت یهودی بود، در اینش هیچ کنه شک و تردیدی نیست. بنابراین اون چی که در ایران اتفاق افتاد، نباید گفت که این اتفاق فقط برای مردم زردشتی افتاد، در واقع این اتفاق هم برای مردم یهودی افتاد. برای که کم و بیش اگر ما صحبت از 20% از جمعیت ایران میزنیم که یهودی بودن و در پاپری از آبادی ها و شهرها موضوع بر سر 20% نیست، شاید 90% و شاید هم 100%، چون بعضی از آبادی ها و شهرها و شهرک ها رو یهودی ها ساختن و جمعا در اونجا زندگی میکردن. برای نمونه یهودیه یا که بعدا شهری که به نام اصفهان نامیده شد. مسلمه که یهودی ها در یک کنار ننشستند و این حمله عرب را بدون تحرک و بدون فعالیت تماشا کردن. حتما یک سیل و انفعال هایی بوده که متاسفانه از ما به دقت از اون اطلاع نداریم. پاره از جزئیات را ما از میان بعضی از مراجع بیرون میکشیم که یکی از اینها کتاب ابو نعیم به نام ذکر اخبار اصفهان، و در اونجا چیز خیلی جالبی ما متوجه میشیم و شاید به خاطر قطعاتی که ما در این کتاب میبینیم و فراموش نکنیم که ابو نعیم خودش ساکن شهر اصفهان بوده و میدونسته که در اصفهان اکثر جمعیت یهودی هستن، در جلد اول کتابش فکر میکنم در صفحات 21 یا 22 به زبان عربی می نویسه که با آمدن اعراب و نزدیک شدنش به دروازه اصفهان، یهودی ها با یک نوع مسرت مخصوصی میرن به دروازه شهر که استقبال بکنند از اعراب. حالا ما از خودمون پرسیم که علت چیه؟ یکی از علتی که واقعا خود ابو نعیم میگه یهودی ها خیال میکردن که دوران مسیح رسیده و کسی یا کسانی که این تحول رو در ایران ایجاد کردن واقعا یک نوع یا تحول مسیحایی بوده یا اینکه یه تحولی بوده که به نام پیش درآمد برای کدبان. عذر میخوام، آیا اسلام در سرزمینه اعراب
کشتار نکرده بود که این یهودی های اصفهان دوچاره همچی توهم می شده. من فکر کنم از همینجا شروع کنیم. شروع می کنیم بابک جان. ببینید ایشون زمانی که حمله یورش تازیان رو دارن توضیح می دن دوستان گفتم پیام ندید. زمانی که یورش تازیان پیش از اینکه یورش تازیان به ایران آغاز شه، یعنی با حمله عمر و اون لشکر عرب، ما در دوران خود محمد، دوستان عزیز، در دوران خود محمد این پیامبر مسلمی در همون دوره، مگه خودشون دارن میگن، در اسناد خودشون دارن ارائه میدن که میگن که بله کشتار بنی قریظه صورت داره. در زمان خود محمد و خود علی هم در کشتار شرکت داشت، یعنی خود علی ابن ابی طالب در کنار محمد در کشتار بنی قریظه شرکت داشت. این یک دروغ بزرگ تاریخیه که جناب نتسر در برنامه ایشون گفتن که بله این کشتاری که صورت گرفته یا این حمله که صورت گرفته از سوی تازیان به ایران، ما یهودیان نمیشناختیم اسلام رو، ما تصور مثبتی از اسلام داشتیم، ما گمان میکردیم اینها مسیح هستند و نجات بخش هستند، اینها ارتش غارتگر، ارتش یورشگری که به ایران تاخت و دو جنگ ما چندین جنگ رو پشت سر گذاشتیم بابک عزیز. پیش از اینکه به دروازه های اصفهان برسن ما جنگ های دیگری رو پشت سر گذاشتیم، جنگ حادثیه رو پشت سر گذاشتیم، جنگ جنگدار رو پشت سر گذاشتیم، اصلا برای این افراد مطرح نیست کشتار ایرانیان. تنها و تنها به خودشون اندیشیدن. یعنی شما در این بخش نگاه کنید، اصلا این بخش شما ببینید کوروش بزرگ چه خدمتی چه بزرگی در حق مردم انجام داد، داریوش بزرگ چه بزرگی در حق مردم انجام داد. همین دیوار نوزهی که اینها میرن میبوسن با هزینه کشور ایران زمین این دیوار ساخته شد. خود داریوش بزرگ بود که به اینها کمک کرد. شوربختانه که داریوش بزرگ بودش هم خبر نداشت که در آینده اینها دروازه های شهر رو بر روی اسلامیان ایران ستیز باز میکنن. نقطه‌ای که های زهمیت هست و بسیار مهمه بابک جان، ما تحریفات تاریخی که از سوی اسلامگرایان صورت گرفت، ما بارها شنیدیم، گفته ها رو دقت کنیم دوستان، بارها شنیدیم که میگفتن که بعد در جنگ با اسلام، در جنگی که میان اسلامگرایان و ایرانیان رو میزاند، ایرانیان رفتن با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن، با عشق پذیرفتن، با شادی پذیرفتن، در صورتی که ما در همین گفتار آقای نتسه بنیانگذار رادیو اسرائیل گفت یهودیان شادمانه رفتن دروازه های اصفهان رو بر روی لشکر تازیان باز کردن. این ایرانی ها نبودن چنین کردن، این یهودیان بودن که این کارو کردن. این یهودیان بودن که به استقبال اسلام رفتن. سند از خودشونه، ما که چیزی نگفتیم آقای بابک. من بهش اضافه بکنم یه مطلب و کتبان سروش کتبان آصف، خیلی مهمه این مسئله که این دوستان میفرمایند ما هیچ شناختی وجود نداشته. دزدان یهودی یثرب، شهر یثرب اصلا محل پاتوق راهزنان یهودی بوده، نه ادای درزم رو که بعدا به مدینه النبی معروف میشه. خب به طور کلی مسئله اینجا مطرح هست، ما چند جنگ رو پشت سر گذاشتیم و خود محمد و علی ابن ابی طالب یک سند 100% این که نمیتونن رد کنن کشتار بنی قریظه رو انجام دادن. بنابراین این یهودیان نمیتونن بگن که اینها ما فکر کردیم اینها نسبت به ما مهربان هستند و گمان ما بر این بود، تصور مثبتی از این داشتیم که اینها میان، اینها نجات دهنده ما هستن، اینها مسیح ما هستن. این یک دروغ بزرگ تاریخی است. ببینید برنامه زمانش بسیار به درازا میده، شما وقتی ما سریع و خلاصه مدرسه شد، اگه بخواید تاریخ رو باز کنیم یک یکی باید تمام نقشه رو سند بدیم و این به درازا کشیده میشه. سریع هم نقطه ها رو میگم که زمان برنامه گرفت. خواهش میکنم. در برنامه هست. خواهش. ببینید عزیز من، مسئله‌ای که ایشون مطرح کرده صرفا و صرفا مسئله خود یهودیان بود. یعنی شما در گفتار آقای نتسه اصلا اشاره‌ای به جان ایرانیان نمی‌کنه. میگه نگاه ما یهودیان این بود که آنها میآیند ما را نجات میدهند، منجی ما هستند. اصلا بحث ملت ایران مطرح نیست، صرفا این بحث قوم برگزیده مطرح است که آیا اینها نجات پیدا میکنند یا نمیکنند. دقیقاً مردم ایران هیچ ارزشی براش قائل نبودند و اصلا براشون مهم نبود.
با شادی و با عشق رفتن در رو بر روی داعشی ها باز کردن. این سندی است که خودشون دادن. دقیقاً درسته دیگه، هیچ جای بحثی. خواهش میکنم. نکات جالبی بود اینجا. برای ظهور مسیح خان میدونید که یهودی ها به هر حال افراد سیاسی نبودن در اصل. البته منظور شما از واژه مسیح، مسیح مسیحیان نیست، بلکه مسیح همون چیزی که ما اسمش رو بذاریم مسیح موعود. بله، منجی یهودیان. منجی یهودیان یعنی مسیح بن داوود، نه مسیح بن یوسف به عبارت دیگه. و همون هم میگه که به یهودیای اصفهان رفتن به دروازه شهر و تعدادی از اونها هم با دفونه و ابزار موسیقی برای استقبال از اونها. به نظر من با وجودی که چیزی که ابو نعیم نوشته حتی یک سفر هم اشکال نمی‌کنه، ما بتونیم چند نتیجه ازش بگیم. نتیجه اول اینه که نشون میده با وجود که باید این موضوع رو بار دیگه تاکید بکنم که اصفهان شهر پر جمعیت یهودی بوده، شاید هم به اکثرشون یهودی بوده. در همین بخش ایشون خودشون گفتن اکثریت جمعیتی که در اصفهان بود از آن یهودیان. این رو هم داشته باشید، یعنی اکثریت کسانی که سند رو از خودشون میارن، این درستی یا نادرستی این بخش من کاری ندارم، من فقط رو از خودشون دارم. خودشون اذعان کردن که اکثریت جمعیت اصفهان رو یهودیان تشکیل میدادن و با اکثریت قاطع رفتن در رو باز کردن در زیر لشکر اسلام. خواهش میکنم. که اسم شهرستان بوده و در اون شهرستان کاملا زرتشتی ها زندگی میکردن، ولی در نزدیک به اونجا همونطور که ابن حوقل یا ادریسی در کتاب های جغرافی های خود می نویسن، فاصله زیادی بین شهرستان و یهودیه نبوده. سرزمین خرم و آبادی بوده که یهودی ها آبادش کردند و ساختن. در دوره فیروز تعداد زیادی از یهودی ها به صورتی به علتی کشته شدند که البته یکی از عللش وضع اقتصادی ناگواری بوده که در سراسر ایران حکم فرما بوده و این نشون میده که دل خوشی تا یه اندازه‌ای از حکومت، پاره ای از حکومت های ایرانی نداشتن. من معذرت میخوام کدبان یک پاسخ بدم. آقای مرادی، کرد ایران ستیز پرچم کردستان، پاسخ شما هم امشب در برنامه داده خواهد شد همراه با جمهوری اسلامی. کدبان خسروی گرامی، اینها راسیستن، اینها راسیست های انسان ستیز هستن. خواهش میکنم. اون قیام مزدک با آوردن بعضی از اصول مزدکی که تا اندازه زیادی جریحه دار بوده برای یهودی ها، مخصوصا قسمت هایی که ارتباط داره با حرمت خانوادگی، و یهودی ها خیلی حساسیت داشتن نسبت به این. حتی یک زد و خورد های انقلاب در دوره قباد ساسانی شده که من نمیخوام دوباره برگردم اون دوره. یکی این که دل خوشی نداشتن از حکومت های ساسانی، پاره از حکومت های ساسانی. دوم این که سردار اصفهان فیروزان در واقع شهر اصفهان رو ول کرد و فرار کرد، یعنی شهر بدون دفاع مونده بود برای اومدن اعراب. و این هم باید تاکید بکنم که متاسفانه، نمیدونم آیا یک پژوهشگر میتونه کلمه تاسف را به کار ببره، برای که ما باید با همین واژه متاسفانه ایشان میزان پژوهشگر بودن خودشون رو نشون دادن فکر میکنم دیگه. چون بابا جان، ایشون مسئله که در اینجا مطرح کردن، میگن که بله یهودیان دیگه خوشی از ساسانیان نداشتن. شما ببینید، ما در سه دوره تاریخی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، طبق اسنادی که خودشون دارن، طبق اون نوشتهایی که در کتابهای خودشون هست، یعنی خود ما ببین، اولی براتون توضیح بدم. ببینید، ما یک توراج داریم. توراج شامل پنج بخش هست، بعدی دو بخش دیگر، دو بخش 17 گانه هست، یعنی تقریبا میشه گفت 39 بخشه، یعنی کل مجموعه تنه یا اون عبدالبیه شامل 39 بخشه.
5 بخش مربوط تورات هست، 17 بخش مربوط به اون بخش اون سرگذشت و پادشاهان و افرادی که نفوذ داشتن در اون سیستم تفکر اون یهودیت در اون مناطق حالا اورشلیم یا اون کنعان و غیره که اینا نفوذ داشتن به ویژه در شمال اسرائیل امروز، و 17 بخش دیگه از یا بخش سومش مربوط به اون بخش انبیا میشه که اونا به تواریخ خودشون رو دارن و بقیه که اون مسائلی که مطرح میشه به طور کلی در این 39 بخشه. یعنی زمانی که دوستان میگن تورات فقط شامل 5 بخش هست، نه شامل تمام بخشایی که اینها به عنوان کتاب مقدس اشاره میکنن. این کتاب مقدسشون شامل تمام این بخش هست و مجموع کلیش رو میگن تنه، که واژه تنه هم از برگرفته از اون سه قسمتی که خدمتون عنوان کردم، واژه تهونون و خفت، این شامل این سه بخش میشه. حالا ببینید زمانی که شما کتابای خودشون رو نگاه میکنید، ببینید که در زمان هخامنشیان، در دوران اشکانیان، خودشون در کتابای خودشون اعلام میکنن که بعد ما سپاسگزار این سلسله ها هستیم، و در بخش ساسانیان اینها مشکلات بسیاری رو ببیشه با اردشیر باقنکان دارن، بنیانگذار سلسله ساسانیان. اما میبینید در کنارش پس از اردشیر باقنکان فرزند ایشون شاهنشاه شاپور یکم به پادشاهی میرسن، و اتفاقا اردشیر باقنکان هم هیچ کاری با اینها نداشت. یعنی شما برید تاریخ اردشیر باقنکان رو بخونید، شاهنشاه اردشیر باقنکان رو میبینید اصلا کاری به یهودیان نداشتن هیچ، یعنی شما حتی یک یهودی تحت فشار نبود. در دوره شاپور یکم هم همین گونه، ما اسناد رو که نگاه میکنیم هیچ یهودی در دوران شاپور یکم هیچ مشکلی براش به وجود نیومد، جزء شهروندان ایران بودن چه در دوره هخامنشی چه در دوره اشکانی. و در دوران اتفاقا یکی از پادشاهان ایران همسر یهودی داشتن، اگه شما نکنم یزدگرد نخست بود که همسرشون به نام شوشندخت یا همچین نامی داشتن، از اون نمیدونم، ولی یه همسر یهودی داشتن، یزدگرد اول بود. و در اتفاقا شما نگاه کنید در یک دوره خودشون هم اظهار میکنن، در یک دوره در دوران اگر شما نکنم دوران پیروز بود که پادشاه ایران در دوران خیلی کوتاهی به پادشاهی رسید، پیروز اول اگر اشتباه نکنم، در این دوره ما میبینیم که بعد خشکسالی گسترده‌ای در ایران به وجود آمد، در همه در بیشتر مناطق ایران شهر ما خشکسالی گسترده‌ای داشتیم و باران نیومده بود و کشور دچار مشکلات اقتصادی بسیار شده بود. در این دوره میبینیم که خب تمام مردم ایران شهر تحت فشار بودن، از نظر اقتصادی مشکلاتی به وجود آمد و این کاملا هم طبیعی بود. و همون زمان اتفاقا دولت ایران، ببینید حتی مقاتلاتی که با دولت بیزانس در اون زمان داشتن، گفتن که آقا الان خوشحالی شده در ایران، ما که همون در صلح هستیم، جنگ هم که با هم نداریم، اگر ممکنه از نظر اقتصادی کمکمون کنید دوباره ما به شما برمیگردیم. دولت بیزانس هیچ کمکی به ایران نکرد. همین غربیایی که ادعای تمدن میکنن در جنگی که میان ایران در خوشحالی که در کشور ایران به وجود آمد، هیچ کمکی بیزانسی ها به ایران نکردن. حالا اینا رو داشته باشید. در کنارش ما میبینیم در همین دوره‌ای که این دوستان ما شاکی هستن، یعنی این مشکلات خوشحالی در ایران به وجود آمد و برای تمام ملت ایران به وجود آمد، تمام مردمان ایران شهر به وجود آمد، ما میبینیم که در این دوره خود یهودیان آمدن دو تن از موبدان ایرانی رو کشتن، موبدان زرتشتی رو کشتن و حتی پوستش هم کندن، یعنی دو تا موبد رو کشتن و پوست موبدان هم کندن. و اینجا بود که پادشاه ایرانی، پادشاه ایران شهر میاد در برابر ایشون نیسته و میگه که آقا این خوشتری در همه جا گسترده شده، دلیلی نداره که شما بیایید به زرتشتیان بپردازید و به موبد رو بگیرید بکشید و اینا. و اینها میان با اون خوی خصمانه خودشون نیستن در برابر زرتشتیان، یعنی کینه ای در دل خودشون نسبت به زرتشتیان دارن. چقدر شبیه عسکر اولادی و داره دستش، خیلی شباهت میبینم دارن. اینا رو ببینید، خودشون یه کتابی دارن در قرن 17 نوشته شده به نام بابای ابن لوط، یه کتاب داره، ایشون یهودی بودن، یه کتاب داره به نام کتاب تاریخ هخامنشی، خودشون نوشتن. کتاب تاریخ هخامنشی رو که شما نگاه کنید در اونجا در این کتاب توضیح میدن، میگن که یهودیانی که در هر کشوری در جهان، در هر جای جهان شما تحت
فشار هستید، شما میتونید، شما میتونید از اون تفکری که در اون بخش اصلا تحت فشار هستید اون تفکر رو بپذیرید. برای نمونه اگر اسلام‌گرایان شما رو تحت فشار قرار میدن، این اون مسلمان شید، اما اصالت خودتون رو در بخش یهودیت حفظ کنید، یعنی باورمندیتون رو حفظ کنید، اما تظاهر به اسلام‌گرایی کنید. این رو من نمیگم، این نویسنده این کتاب آقای ابن دوست هست، یعنی مثلا آقای لاریجانی، مثلا آقای اسکرولادی، من دارم اینا رو میشناسم. و شما وقتی این در رو نگاه کنید، امروز ما میبینیم یکی از مشکلاتی که امروز ما داریم، خب کشور ایران زمین امروز اشغال هست، در اشغال حاکمان جمهوری اسلامی هست، و میبینیم که نابسامانی‌های بسیاری در تمامی بخش‌ها صورت گرفته. یکی از این نابسامانی‌هایی که صورت گرفته توسط همین آنوسیا هست، یعنی اینا به نام میان دیگه که بعد ما اسلام‌گرایی، اتفاقا همه هم کندو هستن، یعنی اینها در ظاهرشون باید 100% خودشون رو افراد معتقد به اسلام بشون بدن، تا مبادا اسلام‌گرایان، تا مبادا کسان دیگری که در کشورهای دیگر با تفکرات دیگر، حالا برای نمونه در ترکیه عثمانی اینا سنی میشدن، اینا که نمیرفتن اونجا شیعه شن. ما در سنی ها رو که نگاه کنید در اواخر حکومت عثمانی، اینا همه مانیفست فکری ما بچه‌ها، شما برید اندیشه هرتزل رو بخونید، تئودور هرتزل که یک یهودی بود که در اتریش زندگی میکرد، اینها رو به صورت مانیفست فکری در آوردن، اینها رو ساختاربندی کردن برای کشور اسلامی، برای اینکه بتونن با این تفکرات نفوذ کنن، چه در بخش اروپا چه در بخش کشور دیگر. اینا همه سندش هست، من امروز تک تک اینها رو برای شما میخونم، فقط توضیحات هستش. و منظورم اینکه اگر ما داریم بخش آنوسی رو مطرح میکنیم، این مسائل رو خودشون بازگو کردن. من صرفا اومدم در برنامه اینها رو بازگو میکنم، جهت روشنگری، جهت آگاهی همگنان عزیز، تا بدونن کسانی که امروز حتی اسلامگرا هستن، مانند در سیستم جمهوری اسلامی، مانند احمدی نژاد، اینها شما بدید ریشه های اینها رو نگاه کنید، اینها تمام رفتار که اعدامشون شبیه آنوسیا، برادران لاریجانی، مافیایی که در جمهوری اسلامی هستن، یک بخشی از جمهوری اسلامی، دوستان عزیز بهتر از من آگاه هستن، یک بخشیش از سوی روسیه داره کنترل میشه که بخش خود خامنه‌ای هست، یک بخشش از سوی امریکا پشتیبانی میشه که خب اینا ابزار خودشون رو دارن، مانند موسوی و قبیلی، یک بخش انگلیسی دارن که روحانی و دارالدسته روحانی هستن و اینا سفردوسوی انگلیس دارن و خود روحانی هم که در مکتب انگلستان دکترای جدیش رو گرفته، کاری نداره. و در مجموع وقتی شما نگاه کنید، یک بخشی هم اینا نیروهای اسرائیل هستن، در درون خود سیستم جمهوری اسلامی هستند و این خرابکاری‌هایی که شما دارید می‌بینید، این اشغالی که شما امروز در ایران می‌بینید، این مافیایی که امروز داره در کشور ایران حاکمیت می‌کنه، این مافیا از آن یک کشور نیست. درود بر شما. هر کدام مربوط به یک بخش از کشورهای بیگانه هستند که در مجموع امروز کشور ما، کشور عزیزمون ایران رو در واقع یک مافیای بین‌المللی اشغال کرده. و این آخوندهایی که ما امروز در ایران میبینیم، اینا نمایندگان مافیای فکری جهانی هستن که امروز در مسند قدرت هستن. سندش رو خودشون دارن میدن بیرون. اگه سند خمینی رو خود بی‌بی‌سی نداد بیرون، بله داد با آمریکا از ایران پشتیبانی کرد، اگه خود بی‌بی‌سی نگفت جنرال هایزر آمد در ایران، چه بلایی به سر ارتش شاهنشاهی ایران آورد. و تا آخر خود هایزر میگه، اسنادش هست، میگه چندین ساعت داشتم با زندگیات ربیعی ایشون داشتن گفتگو میکردن، آخر در پایان هم ربیعی رفت در کنار قرهباقی و اون بیانیه بی‌طرفی ارتش اینها امضا کردن و شناسایی کردن افسران ارتش شاهنشاهی ایران رو که عاشق ایران بودن، که گوش به فرمان شاهنشاه بودن و میخواستن بر ضد شورشیان اسلام‌گرا و مافیای بین‌الملل بایستن، حتی اینها رو خود خارجی‌ها اینها رو شناسایی میکنن، خود آمریکایی‌ها اینا رو شناسایی می‌کنن، اینا رو حتی پیش از واژه 57 بعضی از اینا رو ترور می‌کنن در منطقه‌شون، در خانه خودشون اینا رو ترور می‌کنن، افسران وفادار رو می‌گیرن به جوخه‌های اعدام می‌سپرن. جزء اولین کشته‌شدگان در واژه 57 همین کسانی بودن که وفادار به ارتش شاهنشاهی بودن و آمدن چهره بخشی از ارتش شاهنشاهی رو اینا تهدید کردن، گفتن که بله به
ببینید تاریخ رو چگونه تکرار میکنن بابت شما و میگن در تاریخ میگن بله از زمان پادشاه اینا عرضه نداشتن، اینا نمیتونستن کنترل کنن کشور رو، اینا فلان بودن. نه عزیز من، این صحنه ای که ما 1300 سال پیش در ایران به وجود آمد و عده‌ای از درون آمدن به ارتشیان ایران خنجر زدن، ما عین همین صحنه ای که یهودیان در ایران در اصفهان انجام دادن، عین همین صحنه رو ما در فاجعه 57 دیدیم. درود بر شما. که چگونه از پشت خنجر زدن به ارتشیان وفادار شاهنشاهی ایران زمین. متوجه شدید؟ اینها رو این پلنگا رو باید کنار هم بذاریم. موضوع صرفا نقد یک تفکر نیست، موضوع عملکرد سیاسی ایناست و اینا با بی‌شرمی تمام در برنامه میاد میگه که بعد ما آزار دیدیم در دوره ساسانیان، ما آزار دیدیم در دوره ساسانیان. عزیز من، پادشاه زرتشت ایران میرم همسر یهودی میکنه، چه آزاری شما دیدید در دوران یزدگرد سوم؟ ببینید چه کارهایی بزرگی در حق این مندت انجام دادن، چه کارهایی بزرگی همون شاپور یکم در حق اینا انجام داد. یا دوره ساسانی هست، دوره اشکانی و هخامنشیان نیست. دلیلش چه بود؟ دلیلش این بود که اینها، همین آقای نتسر در برنامه آمد و گفت من به موبدان واژه ملایان زرتشتی رو دادم. واژه ملایان زرتشتی رو آقای نتسر به زرتشتیان ایران زمین داد. اینها کینه دارن نسبت به زرتشت. در برنامه هست، در تمام اسنادی که من امروز خدمتتون ارائه میدم، ده‌ها سند هست از آقای نتسر، از این یهودیان که اینها آمدن زرتشت‌ستیزی کردن. عزیز من، اینها ایستادن در برابر موبدان، موبدانی که فردوسی در جای شاهنامه از موبدان به دیگه یاد میکنه، در جای شاهنامه کسانی که موبد ستیز هستن ایران ستیز هستن. این جمله من رو هر ایران به هر ایرانی خواست من باش مراجعه میکنم، هر کسی که موبد ستیزی میکنن ایران ستیز هست. چنین گفت موبد پاکیان، چون ایران نباشد همه من بابا. این جمله که شما در شاهنامه فردوسی میخونید و فردوسی به شما یاد داد، به شما آموز، از زبان یک موبد در آمده. این موبد بود که عاشقانه در برابر ارتشیان، در برابر تازیان اسلامگرا ایستادن تا آخرین لحظه. اینا مقاومت کردن. شما آقای بابک، شما برید این آقای نتسه قالیب عرب رو قبول داره، کتاب های البلازمی هست. شما فوتبال بلدان رو برید نگاه کنید، خود آقای نتسه همه اینا رو میدونه. اینها رو آگاه هستن، نه اینکه اینها ندونن. نوشته شده پس از اینکه تازیان به ایران تاختن، شهرهای ایران تا چندین سده در برابر ارتش، در برابر لشکر عرب مقاومت کردند. با وجود اینکه ما ارتشی نداشتیم، با وجود اینکه ارتش ایران در جنگ قادسیه و پس از اون در جلولا در هم کوبیده شد، اما مردم عزیز و شریف ایران در مقابل اسلامگرایان ایستادند. در ها سند داریم از سیستان و ریل ویکتور، مازندران و گیلان و یکی دوتا که نیستش عزیز من. اینها در برنامه آمدن مردم ایران رو، مردمی سست، مردمی تمپرور، مردمی که اصلا هیچ عرق ملی نسبت به کشور ندارن، آقای نسل اومد با این ادبیات نسبت به مردم ایران پرداخت. و بیدلیل نبود که این آقای احسان یارشاته هرچی ایران ستیز با کی ایرانیکا بوده و یکی از نویسندگان و یکی از همکاران ایرانیکا هم بود. این آقای نسل جالبه، از اون تورج درمیه ایران ستیز بگیرید تا این نتسه رو، نمیدونم اون آقای ویلیام چیتی تئوریسین اسلامگرا، همه اینها رفتن در این دانه ایرانیکا اونجا اینا رو جا دادن. واقعا شرم‌آور نیست دوستان عزیز؟ خود آقای نتسه، بذارید من براتون بخونم، ببینید اینا رو من براتون بخونم که شما ببینید اینا داره چه تفکراتی هستن در ارتباط با یهود. ببینید چگونه ایشون میاد میشن. اجازه بدین من براتون بخونم. در ارتباط با واژه یهود، ببینید با وجه شما و آقای سروش آمدید در برنامه، اون برنامه ویدیو رو به هم بذارید کنم، ببینید از موضوع خارج نشه. ببینید دوستانی آمدن نقد یهودیت کردن، یعنی آمدن تورات رو نقد کردن، درسته؟ آقای سروش آمدن تورات رو نقد کردن و ادنی آمدن گفتن که بله، کسانی که میان تورات رو نقد میکنند اینها اسرائیل ستیز هستن. این مسئله عنوان شد، من بارها با هم رو شنیدم. دلیلش چه هست؟
بیاییم به مانیفست فکری که در اسرائیل رو تشکیل داد فکر کنیم. یک بار بیاییم به این بخش رو بپردازیم. و من روی سخن من در این برنامه اصلا اسرائیلی ها نیستم. من اصلا کاری با اسرائیلی ها ندارم. من روی سخن من میان پرستان هستم. کسانی که هوادار مهار پادشاهی در ایران هستن. کسانی که عاشقان ایران هستن. لطفا به این بخش از گفته ها گوش کنید دوستان. یک بار بیاندیشید. با خرد خودتون بیاندیشید. و برگوید. من از شما خواهش میکنم. ببینید تفکرشون چه هست. و الگو بگیرید. اگر تو بخش خودتون به راستی ضعیف هستید. اندیشه ایران شهر رو نمیشناسید. از اینها یاد بگیرید. از خود اسرائیلیا ببینید چگونه میاندیشن. آقای منشامیان از ایشون سوال میپرسن از آقای نتزر بنیانگذار رادیو اسپرید که بعد آقای منشامی جایگزین ایشون شدن. از ایشون پرسش رو مطرح میکنن. میگویم بله منظورم این است که ملت یهود ناسیونالیسم خود را حفظ کرد و بالاخره به سرزمین پدری خویش بازگشت. آقای پروفسور نتزر پاسخی که میدن چه است؟ میگوید بله کاملا درست است. ولی در اینجا میخواهم به یک نکته مهم که همیشه در سخنرانی های مطرح میسازم اشاره کنم و آن مثلثی است که واقعا میتوان آن را مثلث مقدس ملت یهود نامید. یک گوشه آن سرزمین اسرائیل است. مثلث رو دقت کنید. یک گوشه آن سرزمین اسرائیل است. یک گوشه دیگر تورات اسرائیل هست که به مفهوم نوشته ها و تاریخ های مقدس یهودیان در عهد عتیق است. و این سوم ملت اسرائیل هست. یعنی یک شهروند اسرائیلی رو که باید ناسیونالیسم یهود رو بپذیره باید داره سه فاکتور باشه. یک پذیرفتن کشور اسرائیل، دو پشتیبانی از ملت اسرائیل. و تا اینجا شما میبینید که یه چیز بدیهیه. یک فرانسوی هم دوست داره ها، یک ایرانی ملتش رو کشورش رو دوست داره. اینجا رو من ایران میگم بخش سومش مهمه. بخش سوم میگوید تورات. یعنی اگر یک اسرائیلی بگوید من اسرائیل رو دوست دارم، من ملت اسرائیل رو دوست دارم اما اعتقادی به تورات ندارم، از نظر آقای نتزر و از نظر آقای منشه امین اسرائیلی نیست. مثلث اسرائیل داره سه بخش هست. به همین جهت هست وقتی آقای سروش و دوستان دیگر و آقای دکتر مسعود انصاری کتابیشون هست این سازان بی خدا ایشون پرداختن به جریان موسا بن عمران نشاننده تخمی که بشر را به فساد و تباهی کشانید. آقایون عزیز که کوچکترین نقدی که به تورات میشه میگید اینها نمیدونم انگ میزنید به اینها. آقای مسعود انصاری چطور بود؟ آقای مسعود انصاری عامل جمهوری اسلامی بود. دکتر شجاع‌الدین شفا به ایشون هم زنده یاد شجاع‌الدین شفا میخواید انگ بزنید. به دکتر انصاری هم میخواید انگ بزنید. به رضا فاضلی هم میخواید انگ بزنید. عزیز من کسانی که آمدن به تورات پرداختن اینا هم به تورات پرداختن. نکته مهم اینجاست دوستان ایرانی که در اسرائیل زندگی میکنن یا در ایران زندگی میکنن، حتی اگر کشور اسرائیل رو دوست داشته باشن، حتی اگر ملت اسرائیل رو دوست داشته باشن، اما اگر باورمند به تورات نباشن و اگر پذیرای اندیشه زرتشت یا دین بهی باشند، اینها به عنوان یک اسرائیلی راستی محسوب نخواهند شد. چون آقای نتزر میگه این سه با هم چنان همبستگی مقدسی دارند، یعنی ملت یهود واقعا با دو دست خود آن دو ارزش دیگر را گرفته و آنها را حفظ کرده و هر کجا که رفته آن دوتا یعنی تورات و یاد سرزمین اسرائیل را با خود برده است. میگه یک اسرائیلی زمانی شما میتونید ازش به عنوان یک اسرائیلی یاد کنید که هم از اسرائیل پشتیبانی کنه، هم از ملت و هم از تورات. به همین دلیل هست که زمانی که هر انسانی در کره زمین کوچکترین نخلی به تورات داشته باشد میگویند این فرد اسرائیل ستیز است. چرا؟ چون موجودیت کشور اسرائیل بر بنیاد تورات استوار هست. چرا که سندیت داره دیگه گفته. آره اینو من نمیگم، آقای نتزر میگه. و شما این روند رو در انگلستان ندارید. یعنی شما موجودیت کشور انگلستان و مبنای مسیحیت نیست یا در کشورهای دیگر غربی یا در کشور آفریقا نیست. برای نمونه شما بید اسلام رو نقد کنید یا یهودیت رو نقد کنید بگم که بله شما با کشور ما در ستیز هستید.
اونها دارید اسرائیل رو نفت متوجه شدید چه شد؟ و اینها با این تفکر بسیار خطرناکشون میستن در برابر هر گونه نفت. جدای از این بحث آقای بابک خودشون ادعا میکنن وظیفه ما این است که ما تبلیغ کنیم این اندیشه یکتا پرستی رو. اولا یکتا پرستی مبارک خودتون باشه، من که یکتا پرست نیستم. یکتا پرستی یعنی چه؟ یعنی اون ادونه‌ای که شما دارید میگید، لقبایی که شما دارید میگید، یا اون رهبری که دارید، یا اون اللهی که شما در بخش اسلام دارید، اینها خالق هم شر هم خالق خیر. یعنی شما یکتا رو در شر و خیر در خوبی و بدی میبینیم. ما در اندیشه اهورایی ایزدان آریایی اهورامزدا خالق شر نیست، خالق بدی ها نیست، یکتا نیست. متوجه هستیم؟ ما هرگز چنین ادعایی رو نخواهیم کرد. این تفکر از آن خودتون باشه که هم بدی ها رو میآفرینید، هم شیطان رو میآفرینید و هم تفکر اهریمنی دارید که این تفکرات رو به وجود میارید. این یک بخش. زمانی که شما وارد بخش تبلیغ میشید ما هم داریم شما رو نقد کنیم. چرا که نه؟ ما جدای از مسئله ایران ما باید از انسانیت دفاع کنیم. گفتارهایی که شما در توران انجام میدید ما نباید نقدی انجام بدیم. ما باید سکوت کنیم در برابر گفتارهایی که شما در توران انجام بدید. باید سکوت کنیم که به ما نگید اسرائیل ستیز. یعنی کوچکترین نقدی به توران برابر از تو اسرائیل ستیز تفکرشون این هست. به خاطر همین کوچکترین نقدی رو بر نمیتابند. آقای بابک دوستان عزیز، این مسئله رو من باز کردم و در کنارش ببینید بحثی که راجع به ایران مطرح میکنند این است. آقای نصر میگوید ایران امروز در همون سرزمین زندگی میکنند ایرانیان که با همون زبان ایرانی سخن میگویند ولی ذهنشان عوض شده و ولی دینشان عوض شده و دین یکی از ارکان فرهنگ است. دین زندگی بسیاری از افراد یک ملت را هدایت میکنند. دوستان عزیزی که در این مدت رفتیم از رفقای اسرائیلی خودتون پشتیبانی کردیم، اونها دارن به شما میگن ما سه تا تفکر داریم: ملت اسرائیل، ملت اسرائیل، کشور اسرائیل و تورات. شما دارید از این تفکر دفاع میکنید. وقتی دارید از صهیونیست دفاع میکنید در واقع دارید از تورات دفاع میکنید. متوجه هستید؟ شما پرسش من از شما این است: اونها میان این کار رو انجام میدن، من خورده بهشون نمیگیرم، حال خودشون رو دارن انجام میدن، سیاست خودشون رو پیش میبرن. توسط انگلستان کشور خودشون رو ساختن با پشتیبانی کشور انگلستان. اون اهدامه بالفوری که اینها انگلستان برای اینها امضا کرد زمانی که عثمانی ها رو پرت زد از اونجا بیرون، در واقع خیم شما شد. پدرخوانده شما انگلستان هست. این دیگه سردی که خودتون هم تو کتابای خودتون دارید، من که نمیگم. انگلستان پدرخوانده شما هست، خیم شما هست، دقیقا واژه خیم هست. سرپرست شما بود، شما رو بزرگ کرد، شما رو رشد داد، شما بزرگ شدید با تفکر انگلیسی. متوجه هستید؟ این کشور شما اینگونه ساخته شد. کشور ایران با دست قدرتمند شاهنشاه کوروش بزرگ پارچه شد. کسی نیومد دست ما رو بگیره بگه که ما براتون کشور میسازیم. کسی نیومد ما رو بزرگ کنه. ما بزرگ بودیم. متوجه هستی دوستان؟ شما دوست ایرانی من که میرید از اینا دفاع میکنید، چرا شما نمیگید کشور من، ملت من، دین من، زرتشت من؟ چرا نمیگید؟ چطور یک اسرائیلی میگه میرید ازش پشتیبانی میکنید ولی یک ایرانی زمانی که میاد میگوید کشور من، ملت من و دین من زرتشت، سریع موضع‌گیری میکنه آن زرتشت ما آتئیست هستیم، ما سکولار هستیم، ما بیدین هستیم، ما فلان هستیم، ما بهمان هستیم. به اسرائیل میرسه نوکران و مخلصان اسرائیل میشید. شرم‌آور نیست؟ چطور از این دیدگاه مانیفست صهیونیست دفاع میکنید ولی در برابر اندیشه ایرانگرایی نیستی؟ این بسیار شرم‌آور هست. از الگوی اونها استفاده کنید برای ایران خودتون. اونا کشورشون رو ساختن عزیز من. شما چه دارید؟ درود بر شما. درود بر شما کردم. درود بر شما. من کدبان سروش، ما چرا هر وقت پای سخنران کدبان آصف میشینیم انتها فقط قلبمون یکی میشه، همراه میشیم؟ صد درصد. بسیار سپاسگزارم کدبان آصف نازنین. سخنان شما
به نوعی بسیار شیوا همه مطالب رو نسبت به اون نگرش تاریخی و جایگاه تاریخی روشن کرد. و ما امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که وارد فاز دوم و سوم عملکرد اینها شدیم و داریم فاز دوم و سوم عملکردشون رو در بخش سیاسی می‌بینیم. تا اونجایی که این عزیزان پاسبانی می‌کنند زیست بوم خودشون رو، عرض شود پاسبانی می‌کنند قومیت من رو ببخشید قومیت خودشون رو و فرهنگ خودشون رو، خب نه تنها قابل پذیرشه بلکه از دید من قابل ستایشه. اما وقتی مسئله به اونجا میرسه که من اگه یادتون باشه دوستان همه گفتن آقا ترامپ رو زدن، من گفتم من ترامپ رو تایید میکنم ولی نه واسه ایران. درود بر ترامپ، به خاطر اینکه حس ناسیونالیسم کشور خودش رو داره و داره عملا میگه آقا گریت آمریکا، یعنی واقعا داره خودش رو برای کشور خودش تلاش میکنه. این قابل تحسینه. ای کاش هموطنان ما بیاموزن که برای کشور خودشون تلاش بکنن، بدانن که رفت و برگشت آنچه که انجام میدن منافعش مستقیما داخل جیب ملت ایران محفوظ میشه. این اون تفاوتی که گاهن با هموطنان پیدا میکنیم. میخوام این رو خدمتون بگم که ما امروز تو شرایط بسیار بدی هستیم با اینها. ما نه تنها میبینیم که به طور غیر مستقیم از ماهیت وجودی جمهوری اسلامی حمایت میکنند، بلکه به کمک حضور این ماهیت نقشه های بسیار خطرناکی رو برای وضعیت و موجودیت ارضی ایران دارن برنامه ریزی میکنن. و این اون بیشترین بخشیه که ما میبینیم که مجبوریم در علاوه بر این که یه مشت به جمهوری اسلامی میزنیم، یک دست بازدارنده هم جلوی سینه اینا قرار بدیم. و الا اینها مسئله شون که خب عملا دیدیم واقعا مشکلشون اصلا جمهوری اسلامی نیست. اینا تمام مشکل وقتی خودشون نیرو دارن در داخل جمهوری اسلامی. من دوباره تاکید میکنم که ارتشی در ایران به اسم سپاه پاسداران وجود داره که به گفته به آقای بنیامین نتانیاهو از هر 10 نفرش یه نفر واسه ایشون کار میکنه. خب این که دیگه ارتش نیست، قربونت برم من. این آبکش هم بهش نمیشه گفت. این از ارتشی که حالا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به حضور شما، این از سران رژیم که وقتی سبقه هر کدومشون رو ما پیگیری میکنیم میبینیم دست آخر یهودی بودن. ای بابا، احمدی نژاد، لاریجانی و و و ببینید شما در اون میگن حالا دو گفته خود اسلامی ها در بیت رهبری خود خامنه‌ای مردمان رو اسنادش اومد بیرون که با موساد در ارتباط مردان اهل بیت خامنه ای. شما حساب کنید دیگه. من نمیدونم حالا اگر ما این دست بازدارنده رو بر روی سینه بعضی افراد پارسی اسرائیلی های پارسیدان میزنیم، نمیدونم چرا هموطنان ما اینقدر به جوش و خروش میافتن. مثل اینکه فراموش کردن که قدرت مافیای رسانه جهانی در دست این اهریمن صفتانه و فراموش کردن که کسانی که در دی ماه سال گذشته ملت ما رو سانسور مدیایی کردن و اجازه ندادن رهبر ملت ما، پادشاه کشور ما، مدیریت ملت ما رو از طریق رسانه انجام بدن، همین افراد، همین مافیا، همین رسانه ها بودن. ملت ما نمیدونم چرا اینقدر بی‌توجهن به اتفاقاتی که پیرامونشون میفته و خیلی زود جبهه میگیرن. از این دست به حضور شما عرضم که فکر میکنم بریم وارد بحث و گفتگوی و شنیدار بشیم با کدبان سروش نازنین. اگر کدبان آصف عزیز به من اجازه بدن ما کمی هم از حضور کدبان سروش نازنین بهره ببریم. برای
خدمتتون خواهش می‌کنم. چون بحث بسیار بعد خدمتتون سروش هم پایین. ببینید یکی از مسائل چون یه نکته بسیار مهم است. ببینید اتفاقاتی در دنیا به وجود آمد در ارتباط با شهروندان یهود. ببینید آمدن خب بچه در دوران ما کشتاری که انجام دادن در نسبت با یهودیان ما دوره آشوربانیپال رو داریم، در دوران آشوریان بود، در دوران خود امپراتوری بابل بود که خب اینها گرفتار این امپراتوری بابل شدن و بعد نصر بود و در دوره های بعدی ما در دوره هخامنشیان اینها اهمیت داشتن. ما در دوره بعدی دوره رومی ها بود، یعنی زمانی که رومی ها آمدن قدرت گرفتن پس از اینکه مسیحیت در دوران کنستانتین یکم بود، در زمان قدرت گرفتن مسیحیت ما می‌بینیم که خب طبق اسنادی که خودشون ارائه میدن میگن که بعد اروپایی ها خیلی اینها رو تحت فشار گذاشتن، برای نمونه در خود رومی ها و در بخش اسپانیا و کشورهای دیگر اینا تحت فشار بودن. در دورانی که تقریبا اینا یه مقدار دچار آرامش شدن در دوره فکر کنم اون انقلاب کبیر فرانسه از دید اونها است که از دید من انقلاب صغیر فرانسه است و اینا یکی از پشتیبانان انقلاب شرم‌آور کبیر فرانسه است. ببینید دقیقاً این تاریخ ایران اونجایی که اسلام به ایران میتازه با بچه‌ها و این به ضرر ایرانیان هست و ایران رو در واقع اسلام آغاز تجزیه ایران بود، یعنی در تمامی بخش ها، یعنی شما از ساختار حکومت بگیرید تا خود کشور بگیرید که کشور ایران تجزیه شد و ما دیگه اون نهاد پادشاهی ایران شهری خودمون رو شوربختانه از دست دادیم گرفته. اینا چون به امنیت رسیدن راضی بودن، اینها هدف بس اون منافع خودشون هست. در دوران اون انقلاب فرانسه همین دید رو دارن، اصلا برایشون مهم نبود چه بلایی بر سر مردم فرانسه میاد، اصلا برایشون مهم نبود که بر سر اون لوی 16 و همسرش چه بلایی میاد، اینا رو گیوتین زدن، اینا رو کشتن. بحثشون اینه که انقلاب کبیر فرانسه باعث پیشرفت ما یهودیان در اروپا شده، متوجه شدید؟ یعنی دیدگاه منیت دارن، صرفا به خود نگاه میکنن، بقیه فداشن. اصلا مسئله این سرشون دروازه های شهر باز که زنان ایرانی رو داعشی های اسلامی تجاوز کنن مسئله نیست، خودشون امنیت داشته باشن، این براشون اولویت بود. در دوران فرانسه هم همینطور، در دوران امپراتوری عثمانی هم همینطور. یکی از کشورهایی که کمترین اعتراض رو در طول تاریخ بشریت نسبت به فجایع عثمانی در اروپا، نسبت به ارمنستان، نسبت به یونانی ها، اینا به حال نسل‌کشی کردن در اونجا انجام دادن، یهودیان همیشه سکوت کردن. سکوت محض. چرا؟ چون ارتباط بسیار خوبی با عثمانیان داشتن، ارتباط بسیار خوبی با نسل‌کشی و عثمانیان داشتن. حتی سه تن از تورسیان های اون امپراتوری عثمانی باز موسفن میبینیم پیشه های یهودی دارن. حتی در بخش حکومت، در بخش روابط، رابطه بسیار خوبی با امپراتوری عثمانی داشتن. و نکته جالب اینه، ببینید اینها اون آقای هسل زمان تو اومد مانیفست که ارائه داد که بازگشت این یهودی ها به اسرائیل بود، در واقع این مانیفست فکری رو حتی گروه هایی بودن پیش از هسل آمدن مطرح کردن، یعنی پیش از تئودور هسل گروه های دیگری آمدن این اندیشه رو بازگو کردن ولی نتونستن به یک ساختاربندی درست و منسجم برسن. در بخش اجرایی نظریایی میدادن و میرفتن ولی در بخش اجرایی کاری نکردن. خود هسل تقریبا دو تا کنگره جهانی یهودیان تشکیل داد و کنگرهاشون هم اگر اشتباه نکنم در کشور سوئیس بود، در بازل سوئیس بود. ببینید وقتی که اینا آمدن این بخش رو انجام دادن، این کار انجام دادن و یهودیان رو جمع کردن، سرانش رو در کشورهای مختلف مانند لهستان، آلمان، نمیدونم اسپانیا، اینا رو جمع کردن از کشورهای گوناگون، این کنگره جهانی رو تشکیل دادن، هدفشون بازگشت اسرائیلی ها به وطن، یعنی به اون دیدی که خودشون دارن به اسرائیل. ببینید توی این دیدگاه یه نکته مهم و شما نگاه کنید، اینا میگن که شما یهودیانی که در سراسر جهان زندگی میکنید در بهترین حالت تو همه کشورهای جهان شما در نهایت تحت فشار و آزار خواهید بود و شما راهی ندارید جز بازگشت اسرائیل. تنها جایی که شما به آرامش خواهید رسید کشور اسرائیل هست. و با این طرز فکر شما نگاه کنید
سران صهیونیست همیشه در طول تاریخ عاشق یک موضوع بودن و آن یهود ستیزیه. اینها دوست دارن اصلا که در جای جای جهان یهود ستیزی به وجود بیاد، یعنی یه سری آدم ها بیان مردمانشون رو بکشن، از بین ببرن. نه نقد اندیشه کنن، نقد اندیشه یهود ستیزی نیست. برای نمونه میگم در دوران جنگ جهانی دوم یا در کشتاری که در اروپا این نسبت به اینها صورت گرفت، چون هر چقدر اینها رو بیشتر بکشن، تحت فشار قرار بدن، تحت آزار قرار بدن، اینها میگن که خب تعداد کسانی که از آلمان فرار میکنن، از لهستان فرار میکنن، میرن در کشور اسرائیل زیادتر خواهد بود. به همین دلیل هم هر چقدر یهودی‌ستیزی در جهان گسترده تر شود، این به سود صهیونیست است. متوجه هستید؟ یعنی کشتار کنن اینها را، از بین ببرن، اولا از نظر انسانی درست نیست، دوما به سود صهیونیست. چرا؟ نکته مهم اینجا که اینا میگن که شما برمیگردید به کشورتون اسرائیل و اسرائیل قدرتمند خواهد شد. این تمام بحث مانیفست فکری این ارسل و این صهیونیست. مشکلشون نفوسه، نفوسه در حقیقت، کم بوده نفوس دارن. نقطه کجاست آقای بابک دوستان؟ کش امروز تنها سیستمی که در جهان علنا میگوید مرد بر اسرائیل جمهوری اسلامی، مرد بر اسرائیل یعنی زنده با صهیونیست. آفرین. مرد بر اسرائیل یعنی زنده با صهیونیست. هر انسانی در روی کره زمین بگوید مرد بر اسرائیل، در واقع داره از صهیونیست دفاع میکنه. درود بر شما. متوجه شدین چی شد؟ و این جمله بسیار خطرناکه. هیچ ایرانگرایی نباید بگوید مرد بر اسرائیل. شما میتونید اندیشه رو نقد کنید، شما میتونید اندیشه تفکر یک ملتی رو به نقد بکشید، ولی بحث مرد رو باید کلن منتفی کنید، بگذارید کنار. این بحث اولا غیر انسانی هست، دو ما در نگاه ایران شهر هرگز و هرگز نژاد ستیزی نداشتیم، هرگز و هرگز در اندیشه ایران شهر ما هرگز نژاد ستیزی نداشتیم. نقطه دوم اینجاست. و نقطه سوم این بسیار صهیونیسمه. جمهوری اسلامی از یک سو میگه ما دشمن اسرائیل هستیم، از سوی دیگه میگه مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر اسرائیل. و این دقیقاً به سوی سیاست‌های جهانی صهیونیست جمهوری اسلامی داره کار میکنه. متوجه هستی؟ هیچ ایرانگرایی نمیگوید مرگ بر اسرائیل. این نکته بسیار مهمی هست. ما هیچگاه نباید از این وارد این مباحث بشیم، از هر بخش، چه در بخش ایران شهری، چه در بخش انسانی که با زیر مجموعه اندیشه ایران شهر، و چه در بخش این که اینها قدرتمندتر خواهند شد. نکته بعد که خیلی بسیار مهم هست اینه که شما در اندیشه تورات نژاد ستیزی دارید، ما در اندیشه ایران شهر نژاد ستیزی نداریم. شما در تورات 100% نژاد ستیزی رو پیدا میکنید که اینها آمدن مردان، زنان، کودکان و گاو و گوسفند و الاغ یک طایفه رو از بین بردن. این نژاد ستیزی محضه. تورات یک کتاب نژادستیز هست و از نظر اصول انسانی باید این کتاب ممنوع اعلام شه. درود بر شما. درود بر شما. اتفاقا از دید حقوق بشری است که خودتون مطرح میکنید. مگه نمیگید ما طرفداران حقوق بشر هستیم؟ مگه شما لابی های حقوق بشر ندارید؟ چرا زمانی که بحث اسلام و تورات میشه نمیایی در برابر تورات و اسلام بایستید؟ مگر این تو کتاب ضد تفکرات بشری نیست؟ چرا میایید به نام حقوق بشر از این کتاب ها پشتیبانی میکنید؟ آیا این تناقض فکری نیست میان دلالان حقوق بشر؟ آیا سازمان جهانی حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر که ادعا میکنه مقرش هم در سوئیس، اینها بزرگترین کلاهبرداران تاریخ هستند؟ از یک طرف میگویند ما هوادار انسانیت هستیم، از سوی دیگر میگویند مذاهب آزاد است، توران آزاده، آخوند بیاد هر چیشو بزنه، خاخان بیاد زن ستیزیش رو انجام بده، آخوند بیاد زن ستیزیش رو انجام بده، بیان تفکر کشتن دیگر اندیش رو بکنن، بیان امالیق رو بکشن، از بین ببرن، این بحث رو مطرح میکنن. در کنار تمام این بحث ها میان میگن مسئله دوستی ایران اسرائیل. عزیز من، شما با این همه ستیز چه دوستی میتونیم داشته باشیم؟ شما باید سر از این دست از این خصومت ها، دست از این افکار اهریمنی و زشت بردارید. با چنین افکاری که نمیشه از دوستی برقرار کرد. متوجه آقای قابل، اگر زمانی هم ما بخواییم دوستی برقرار کنیم، اگر زمانی هم بخواییم اینها دست از این تفکراتشون بردارن
اون جشن پوریمشون رو رد کنن و یک خط بطلان بکشن بر جشن پوریم، بر جشن ایرانی کش پوریمشون یک خط بطلان بکشن و ما بتونیم در اورشلیم آتشکده های زرتشتی رو برپا کنیم تا موبدان ایرانی برن در آنجا و ایرانیان عزیز ما به سوی علیشه زرتشت بازگردن، اون زمان ما میتونیم سخن از دوستی کنیم. زمانی که آتشکده ها در اورشلیم برپا شدن، آن زمان ما میتونیم در ارتباط با دوستی بیایم تازه واردی گفته بشیم. درود بر شما. نکته بسیار ظریف و زیبایی بود کدبان و واقعیتی است که اینها هرچی من از گفتارشون از برایند گفتارشون اینطور برآورد کردم که هر چیزی رو برمیتابند، حتی داعش رو برمیتابند، اما موبد زرتشتی رو برنمیتابند. این رو فراموش نکنید. من اگر اجازه بفرمایید به من پروانه بدید، سخن رو میبرم رو به کدبان سروش نازنین. من کدبان سروش نازنین که واقعا سه صدر شما سپاسگزارم. میکنم در حال آموزش بودم، یعنی داشتم یاد واقعا آموختیم. منم شما که میدونید منم با شدت علاقه پای بحثای جناب آصف نازنین میشینم. به حضور شما عرضم که اما برسیم به بحث حضرت عالی و گفتگوهایی که شما وعده کردید امشب برای ما که در این منظر سخن بگیم. ما کدبان یه مسئله خیلی عمده داشتیم، این آقای ادی کوهن. حالا من نمیدونم ایشون پروانه به من بدید. کدبان خسروی گرامی، پیش از اینکه سخنانم رو آغاز بکنم یه درود دوباره بگویم به همه کسانی که در این برنامه باشنده هستند و همراهی میکنند و به ویژه هممیهنانمون ایرانیان یهودی در اسرائیل، و درود ویژه دارم به اونها و بهشون میگم شالوم اسرائیل، و امیدوارم که همواره به یاد ایران باشند و دلشون برای ایران بتپه. ببینید من در پروانه بدید پیش از این که پرسشتون رو بپرسید یا من پیرامون این مسائل آغاز بکنم، در تایید سپاسگزارم از گفتای ارزشمند آصف گرامی، در تایید سخنان آصف جان که به داعش هم اشاره کردن، من موسی بن عمران رو نخستین داعشی جهان میدانم و همون کسی در حد ابوبکر اون آقای بغدادی و یوشع رو همینطور، داوود رو همینطور، داوودی که برای نشان دادن نزدیکیش و سرسپردگیش به شاول پادشاه یهود میرود 200 فلسطینی را میکشد، پوست آلت 200 فلسطینی رو میکند، میارد میریزد در جلوی پای شاول پادشاه یهود و که نشان بدهد به شاول. نمیدانم این کار اگر کار داعشی نیست پس چه نامی میشود بر روی اون گذشت. به هر روی ببینید ما ایرانیان در درازنای تاریخ شکوهمندمون همیشه به یهودیان یاری رساندیم. کوروش بزرگ که پیرامونش و داستان آزاد کردن یهودیانی که در بابل برده بودن رو همگان میدانند و همیشه در درازنای تاریخمون، حتی زمانی که ما با رومیان درگیر بودیم و رومیان فلسطین یا اسرائیل رو اشغال کرده بودن، جایی که بیشینه ساکنانش باشندگانش یهودی بودن، همیشه حتی دولت ساسانی در کنار یهودیان بود، به یهودیان یاری میرساند و در جنگ جهانی دوم کمک دیپلمات‌های ایرانی در اروپا به یهودیان، آمدن لهستانی‌هایی که بخشی از اونها یهودی بودن به ایران و به جای امر رسیدنشون، اینها رو دیگه ملت ایران باید چه کار بکند؟ آیا اینها چه کار کردن؟ شوربختانه یک خواهش میکنم تجدید نظر بکنن، از این اشتباهاتی که در درازنای تاریخ انجام دادن آموزه بگیرن، بیاموزند، آموزه‌ای باشه برشون و در کنار ملت ایران بیستن. این یه مقدار شاید رویایی این گفته من بدید بیاد، اما امیدوارم این گونه بشود با همکاری، با تلاش، با کوشش، چون ما ایرانیان
یهودی بزرگواری هم داشتیم در ایران که حالا یه گفتگویی با هم داشتیم، آصف گرامی، به یک مسئله بسیار مهمی در درباره یکی از بزرگان ایران شناسی که یهودی بودن گفتگو کردم. امیدوارم ایشون امروز اشاره‌های ارزشمندی داشته باشند. جناب استاد امیر مهدی بدیع رو می‌فرمایید که بله، من به راستی این رو از آصف جان آموختم. این ایشون فرد بزرگی است و می‌دانم که آصف گرامی به ایشان خواهد پرداخت. ببینید، یک دوستانی که من سپاسگزاری بکنم برنامه چند روز پیش رو که بسیار همراهی کردن، ازشون سپاسگزاری ویژه می‌کنم. برخی از دوستان پرسش‌هایی داشتن، مسائلی رو مطرح کردن که به جا بود. دوستان، یکی از دوستان فرموده بودن که از درون ایران، که شما با اینکه میگویید رادیوهای فکستانی، شاید یه مقدار برای ما روشن و آشکار نباشه، اگه دست کم یکی دو تا از این رادیوها و تلویزیون‌ها رو بفرمایید که هممیهنان گرامی به دلیلی که اینها هنرپیشه‌های خوبی هستند و در برنامه‌هاشون ایران ایران رو میگویند و میگویند ما ایران رو دوست داریم، دوچار اشتباه نشن و نرن پای قدبان. معذرت میخوام، آدم یاد قصابایی میندازن که گوسفند میکنن. این ایران ایران گفتنشون دقیقا چه چنین شرایطی؟ بله، قصاب هم به گوشت علاقه دارد دیگر. ببینید، من از شما خواهش میکنم اگه امکان داره اون فرتور یا عکس شماره 7 رو اگه بزرگواری بفرمایید نشون بدید، در رابطه با یکی از همین رادیوهای فکستانیه که من بهش اشاره کردم، پیرامون این من مسئله رو مطرح بکنم. یه منت ایزه بفرمایید، عکس شماره 7 کد کن. بله بله بله، اگه این رو بزرگواری بفرمایید. بله کدبان، ایزه بفرمایید. بله، اگه امکان بزرگ کردنش طوری که دوستان بتونن ببینن. این ببینید، این رادیویی که من هفته پیش بهش اشاره کردم، یکی از دیده میشه عزیزانی که توی برنامه هستن، دیده میشه این عکس به وضوح؟ فکر کنم به دیده بشه کرد، با من احساسم اینه که خوب دیده بشه. خب این رو بذارید من بگویم. رادیو ران هست. ببینید، من اگه به منشه امیر در یکی دو برنامه گذشتش در این رادیو، همون رادیو فکستانی پیام، به مسائلی اشاره کرد که به سادگی نمیشه از کنارش گذشت. ایشان میآید در برنامه و میگوید برنارد لویس یا لویس یک ایران دوست بوده و به راستی من شگفت زده شدم، شوکه شدم از این حرف. امروز من پیرامون برنارد لویس صحبت خواهم کرد و ایشون طراح طرح تجزیه ایران و دشمن محمد رضا شاه پهلوی و از پیشنهاد دهندگان تبعید رضا شاه بزرگ بوده. بعد این آقا میاد میگوید کسی که دشمن ایران و ایرانی است ایران دوست بوده. ببینید، آقای منشه امیر از سر تا پا به پا ایران ستیزه. دیدم یکی از چند تن از دوستان گفته بودن که اگه میشه اون فرتور رادیو ران رو بذارید، خواهش میکنم. بذید منت کردم، خواهش میکنم. به اون بخشای دیگه هم خواهم رسید که آقای منشه امیر با جمهوری اسلامی دشمن جمهوری اسلامی است. ببینید، من که این سخن رو باور نمیکنم، چون جمهوری اسلامی بودنش سود میرساند به مافیای صهیونیست. ولی مسئله، خب مسعود رجوی هم ادعا میکرد با جمهوری اسلامی دشمن است. آیا ایران دوست بود؟ خب چرا اگر هر کسی رو که یا دشمن جمهوری اسلامیه یا جست دشمنی با جمهوری اسلامی رو میگیره، ما باید ایران دوست قلم داد بکنیم؟ تجزیه طلب ها هم ادعا میکنن که با جمهوری اسلامی دشمن هستن. ایران ستیزی ایران دوستی و ایران پرستی خردمند است که همزمان در دو جبهه پیکار کند، هم ستیز با جمهوری اسلامی عربی آنوسی و هم ستیز با پیکار و نبرد مقدس یا احرف با دشمنان ایران زمین. حالا میخواد صهیونیست باشد، میخواد پانکردیست با پانترکیست باشد، یا هر کشوری که به سر ستیز با ملت ایران دارد. ببین، مسئله رو که من میخوام بهتون اعلام بکنم، این آقای ادی کوهن، ایشون کارشناس جهان عرب و اسرائیل است، فرد بسیار سرشناسی است، در صدها بار در شبکه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی رادیویی کشورهای عربی به عنوان مهمان برنامه بوده. ایشون در همه برنامه‌هاش
واژه خلیج رو به کار میبره، یعنی هیچگاه خلیج فارس رو، خلیج پارس رو ایشون به کار نمیبرد. این به کنار بماند، امروز اسنادش رو نشون خواهم داد. و ایشون چند روز پیش یک توییتی کرده بودن که به عربی نوشته بودن فرق للمهام الخارقه نفذت عمليه في القايه دقه قبل السبيعات القليله لمجموعه من علماء الطاقه الذريه في ايران كانوا في مختبر سري في مدينه كرش شمال تهران تمت تصفیتهم و عددهم 67 تکتم شدید من قبل الفرس. ببینید ایشون اشاره میکنه که تیمی از گروهی از ماموران برجسته و مامورانی که کارهای فوق‌العاده میکنن در یک عملیات کاملا دقیق ساعاتی پیش بخشی از دانشمندان نیروی هسته‌ای در ایران رو که در یک آزمایشگاه سری در شهر کرج در شمال تهران فعالیت میکردن، اینها رو پاکسازی میکنه، تصفیه میکنه که عددشون 7 تن بوده و اون هم در سکوت کامل نیروهای امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی در ایران نسبت به این قضیه سکوت کردن. ببینید بعد یک تلویزیون پارسی زبانی با این آقا به زبان انگلیسی گفتگو میکنه، البته اونجا برگردان میشد. این آقا میگوید مسئول کشته شدن دانشمندان ایران خود ایرانه و من نمیگویم اسرائیل انجام داده و میگویم نداده، نمیتوانم بیشتر از این قضیه رو باز بکنم. شما ببینید کشته شدن دانشمندان ایرانی رو اینها به عنوان عملیات موفقیت آمیز پاکسازی معرفی میکنند. من ببینید من با جمهوری اسلامی عربی آنوسی دشمنم، اما نمیپذیرم که دانشمندان ایران، کارکنان دانشگاه ها یا هر کس دیگری زیر هر نامی در ایران ترور بشود و اینها ابراز خوشحالی بکنن. کدبان خیلی عذر میخوام، ببخشید، اگر اینقدر ید بالایی دارن آقای لاریجانی، آقای خامنه ای به حضور شما عرضم، برای ترور ما خیلی داریم. احمدی نژاد چرا عسکر اولادی چرا اینا رو ترور نمی کنن؟ 4 تا جوانی که به حس دانش افروزی آموزی رفتن، دانش آموختن و آمده اند به دولت متاسفانه انیرانی ولی حاکم بر ایران داره خدمت میکنه، به امید یه روزی هم هستش که این صنایع در خدمت ملت ایران قرار بگیره. چرا اونو میکشن؟ چرا رأس؟ ببینید کدوان خسروی گرامی، درود بر شما. من از اینها از کجا مطمئنن که این دانشمندان یا همشون یا بخششون به زور واداره به همکاری نشده باشن؟ و به غیر از اون هم بابا برادر سرکار بانو محبوبه حسینی که به زور خواستن ایشون رو وادار به چیز بکنن، دست آخر کشته شدن. خب حالا جمهوری اسلامی که کسی رو که باش همکاری نکرده کشته، کسی رو هم که باش همکاری میکنه تو میکشی. ببینم تو و جمهوری اسلامی دستتون با هم دیگه توی کاسه نیست؟ درود بر شما. اصلا اسنادی موجوده که بخشی از اینها به زور و با تهدید واداره به همکاری شدن. من حالا این مسئله رو از کنارش میگذرم. این توییت من مسئله با خود آقای ادی کوهنه و این رادیو فکستانی ران که گفتم هفته پیش مجریش دست و تن و بدنش میلرزید که تا ما وارد روز شنبه نشدیم که روز مقدسه باید برنامه رو به پایان برسانیم، میاد این رادیو ران که ادعای ایران دوستی داره میاد توییت میپردازه با خوشحالی به توییت ادی کوهن. حالا ما بیایم ببینیم ادی کوهن کیه؟ چرا در برنامه های رادیو ران یا رادیو پیام این مجری های این رادیو های فکستنی، منشه امیر، اون دختر اون زن و مردایی که مزدور موساد هستن و از نوچه های منشه امیر هستن و براش کار میکنن و در واقع برای سازمان های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل کار میکنن، اینها چرا اینقدر ادی کوهن رو دوست دارن؟ اینا چرا برنارد لویس رو دوست دارن اینقدر؟ اینها چرا نسبت این میان یک بار میگوین اون راسیست صهیونیست نماینده اسرائیل در سازمان ملل منظورش خلیج جای دیگه بوده، نه خلیج فارس که خلیج پارس که بیاید به جای خلیج پارس بگوید خلیج عربی. یک بار میایند میگوید رئیس جمهور اسرائیل که گفته از ایران جانوران ایرانی رو باید گرسنه نگه داشت نه تغذیه کرد. چرا
میایند میگویند که این منظورش جمهوری اسلامی بوده، منظورش با ایران نبوده. آخه شماها دروغگو کم حافظه است و یک جا شما دستتون رو میشه و گیر میافتین. دیگه سال 57 نیست، سده تکنولوژی و فناوری است. ملت ایران به آسانی به اطلاعات و آگاهی ها دسترسی دارند و دسترسی کامل دارند. دیگه شما نمیتونید ملت ایران رو فریب بدین و در باطنتان چیز دیگری باشد، در ظاهر به چیز دیگری رو ادعا بکنید. کدبان خسروی گرامی، خواهش میکنم اون فرتور شماره یک رو اگه امکان داره بگذارید. ما امروز میخوایم ببینیم این دو فردی که به نام برنارد لویس و آقای ادی کوهن که رادیو پیام و رادیو ران فکستنی به اینها علاقه دارند، اینها چه کسانی هستند و چه میگویند. ببینید این آقا که متخصص جهان عرب و اسرائیل و مشاور دولت اسرائیل و از کارمندان عالی رتبه دفتر آقای نتانیاهو بوده و به آقای نتانیاهو نزدیک بوده، این آقا چه نگاهی به ما و ایرانی ها و کشور ما داره؟ علی اسرائیل دحم الاحواز و تحریرها من الاحتلال ایرانی. اسرائیل باید از اهواز پشتیبانی کند و او را از اشغال ایرانی آزاد کند. یعنی منظورش اشغال ایرانیانه. و ببینید در همین مقاله خواهش میکنم بخشای پایینیش رو اگه بزرگواری بفرمایید نشون بدید ازتون سپاسگزار خواهم شد. در بخشای پایینیش چه اشاره میکنه؟ اشاره به همتباری عربها و یهودیها میکنه و اشاره به این میکنه که ایران در سال 1925 اهواز رو اصلا ما جایی به نام کشوری به نام اهواز نبوده. کل من خوزستانی، من اهوازی، منظور این هم از اهواز که حالا با هی جیمی هم می نویسم، منظورشون یه کشور خیالی به نام اهوازه. ایزفم اون عکس رو نشون بدم کدبان که منظورشون از اهواز. خب اجازه بدید من به این بپردازم بعد به اون هم خواهیم پرد. خواهش میکنم. در این مقاله اشاره میکنه کدبان خسروی گرامی، بینندگان گرامی، که ما باید با هم، ما پسر عمو هستیم، ما همتباریم، ما باید با هم دیگه متحد بشیم و بریم و دشمن تاریخی خودمون که ایران باشه رو شکست بدیم و کشور عربی اشغال شده الاحواز رو از دست این ایرانی ها نجات بدیم. من از این دار و دسته نوچگان منشه امیر و خودش میپرسم، دیدگاه شما که ادعای میهن پرستی دارین نسبت به این صهیونیست راسیست و بیاناتش، گفته هاش، برنامه های چند صد برنامه داره، ایشون عاشق توییت کردن، روزی چند بارم اگه نادرست نگم در توییتر هم بسیار فعاله، و آیا شده یک بار بیایند این فرد رو نقد بکنن و بگویند دیدگاه این دیدگاه ما نیست؟ این کار رو که نمی کنن هیچ، با کمال گستاخی و بیشرمی توییت این فرد رو میان به زبان پارسی برگردان می کنن و در صفحه رادیو ران می گذارن. بعد انتظار دارن به اینها رادیوهای ایران ستیز فکستنی هم گفته نشود. و ازتون خواهش میکنم فرتور شماره دو رو نشان بدهید. یه توییتی هست از این همین فرد. اگه امکان داره از بله، ایشون میگویند الاحواز هی مجموع امارات العربی ها، میگه اهواز رو هم با هی جیمی نوشته. ببینید این به نام خودشه، هم با نام عربی نوشته ایدی کوهین، هم با دبیره یا خط عبری نوشته. این راسیست صهیونیست ایران ستیز، این درفش این کشورک خیالی الاحواز رو هم گذاشته، نوشته الاحواز یه مجموع امارات العربیه، میگه مجموعی از اماراتهای عربیست، اشهرها امارت المحمره که معروفترینش امارت محمره، منظورش همون خرمشهر، نام شهر ایرانی ما رو که خرمشهره، یا آقا به نام محمره داره به کار میبره این نام جعلی رو. و اشاره به خزعل میکنه و تسکنه ها قبائل العربی بنی تروف، اینجا یه یادی هم از اون شوبنیست
پان عرب یوسف عزیزی بنی طرف کرده انگار، قبایل عربی بنی طرف و بنی لام و بنی کب و غیرهم، میگه بیشتر اینجا هم ساکنینش از توایف بنی طرف و بنی لام و بنی کب و دیگران هستن. عدد سکانها یعنی سکنش، سکان العرب اکثر من بیش از 12 میلیون جمعیت داره. حالا شما ببینید، تصور کنید تنها خوزستان نیست، بالای خوزستان یعنی بخشای از استان ایلام و لرستان و کوکیلوی بوراحمد و چهارمحال بختیاری و استان پارس و اون اراضی عربی مطل من سرزمین های اشغال شده از طرف ایران، منسی للاسف، که متاسفانه به دست فراموشی سپرده شده. حالا اگه امکان داره فرتور شماره 3 رو نشون بدید. بدید منت کدبان. ببینید، یه بیننده ای، من 90% موارد به کامنت ها نگاه نمی کنم، یکی اومده میگه اگه راست میگی بگو خامنه ای رو باید دادگاهی کنیم و هم دستان. خامنه ای که هیچ، چند صد نفر از این ایران ستیزان، جنایتکاران، متجاوزین، کشتارگران ملت ایران باید دادگاهی بشن. بله 100%، من با وحشیگری مخالفم، اما باید دادگاهی، در دادگاه های عادلانه به جرائم همه اینها باید رسیدگی باشه تا درسی باشه برای همه ایران ستیزان، چه در درون ایران چه بیرون از ایران. ما شوخی با کسی نداریم. شما هم برید لطفا. باید بیاموزیم که چه کسانی به خامنه ای ها برای بالغ بر 30 سال به حضور شما عرضم که جنایت در ایران کمک کردن، و آقای خامنه ای رو ما حتما برای اون دادگاه زنده میخواییم. هموطن، یه مسئله هم بهتون اشاره بکنم. امروز من یه بخشایی رو از این کتاب پول خون سریع خواهم خوند. در این کتاب اشاره میشه که ببینید، جنگ عراق با ایران، یعنی اون جنگی که آغاز شد، به ماندگاری جمهوری اسلامی عربی آنوسی رو تضمین کرد. حالا کی علاقه بسیار به شعله ور شدن این جنگ داشت؟ اسرائیل. و اصلا با این جنگ و کمک‌های اسرائیل به جمهوری اسلامی عربی و فرستادن مستشارانش برای آموزش سپاهیان در ایران، جمهوری اسلامی تثبیت شد. حالا اینا میان شگفت زده میشن که اینها سالها با هم کار میکردن. تنها در سال 1981 $500 میلیون از معادل $500 میلیون اسلحه رو 50% افزایش قیمت کشیدن روش، یعنی موقعی که ملت ایران داشتن کشتار می‌شدن، بعد ادعای ایران دوستی هم دارن. $500 میلیون یعنی دو برابر قیمت. این $500 میلیون شد $1 میلیارد و این $1 میلیارد رو از شورشیان 57 در سال 1981 گرفتن. یعنی زمانی که آبادان و خرمشهر و شهرهای دیگه و صدها روستا زیر بمباران مستقیم بودن و همچنین شهرهای دیگه و ایرانیان در حال کشته شدن بودن، اینها به فکر جیب خودشون بودن، حق دلالی میگرفتن، بعد ادعای علاقه دوستی به ملت ایران هم دارن. یه شماری هم ایرانی نادان و خودشیفته و به راستی ایران ستیز میگویند اینها به جمهوری اسلامی کمک کردن، چون منافعشون در این ایجاب میکرد که صدام شکست بخورد. یعنی اینا علاقه هم به جمهوری اسلامی نداشتن که جمهوری اسلامی، که من امروز اشاره خواهم کرد که اینا پیش از شورش 57 ارتباط مستقیم با خمینی داشتن و از گفتهای خمینی تا چه اندازه شادمان شدن، مبنی بر این که اگر خمینی بیاد سر کار، حساب کشورهای عربی رو خواهد رسید. ببین، اینم یه توییت دیگه آقای ادی کوهن، این کارشناس جهان اسلام و عرب، جهان اسلام، جهان عرب و اسرائیل، که یک صهیونیست راسیست در اسرائیل، سرشناس هم هست و از مشاوران همیشگی دولت اسرائیل. اون فرتور شماره 3 رو، بله همین هست. ببینید آقای، نه پیشین بود همون، بله، این آقای ادی کوهن آمده است سخنان فردی رو گذاشته است که یک تروریست پان عرب تجزیه طلبه. این فرد، اگر پایینش این نام رو بخونید، من از اینجا نمیبینم، این نامش رو فراموش کردم، آقای دکتر عارف کعبی.
دکتر عارف چلبی، ایشون چه کار است؟ ایشون رئیس اجرایی دولت اهوازه. خب اومده یه مطلبی رو نوشته، پایینش هم ویدئوشه که از بلژیک داره این برنامه در برنامه شرکت کرده و داره مردم عراق رو به ویژه شیعیان عراق و جنوب عراق رو خطاب قرار داده که جمهوری اسلامی داره از نیروهای شما، از فرزندان شما برای سرکوب ملت عرب اهواز، ملت عرب اهواز داره استفاده میکنه، شما نذارید که این اتفاق بیفته و ایران ما رو اشغال کرده، ایران داره ما رو کشتار میکنه. و شما ببینید توییت یک تروریست پان عرب تجزیه طلب رو که خواهان تکه پاره شدن ایران رو آقای ادی کوهن میاد در صفحه فیسبوک خودش میذاره، بعد رادیو ران هم میره توییت های این آقا رو میاد پوشش خبری میده، بعد شما باور میکنید اینا ایران دوست باشن؟ بعد باور میکنید که اینها خلیج نام غلط رو به اشتباه توی سازمان ملل گفتن؟ نام خلیج پارس رو خب همین رو از اون ببینید که ادوان خسروی فرتور شماره 4 رو خواهش میکنم اگه امکان داره نشون بدین. ببینید این فرد در توییتاش همیشه به این اشاره میکنه که دشمن اصلی شما ایران ما نیستیم و بیایید با هم متحد بشیم. اینجا هم ابراز خوشحالی کرده و پیشبینی کرده که سفارتخانه های اسرائیل در این کشورهای عربی بازگشوده خواهد شد به زودی و از بحرین نام برده و بهش گفته لؤلؤ الخلیج، یعنی پدر جواهر یا لؤلؤ مروارید خلیجه. حالا این خلیج کجاست؟ و چون نام بحرین رو برده ما میدونیم که پس خلیج پارسه که این آقا به نام خلیج به کار برده. خب چند تا سند باید به شما نشون بدیم. دیدید که درفش گروه های تروریستی پان عرب رو میاد این آقا در صفحه خودش میذاره و میگه که متاسفانه این قضیه اهواز فراموش شده. چرا؟ دولت اسرائیل تلاش بسیار داره جهان عرب رو علیه نه تنها جمهوری اسلامی نه علیه ملت ایران بشوراند و ایران رو این بار مردم ایران رو که اگر یک جنگ دیگری روی بده ممکنه به تثبیت شدن جمهوری اسلامی باز هم کمک بکنه. یعنی اینها به فکر اینن به همتبارانشون آقای لاریجانی و داره دستشون و اینا یاری برسونن و اینها این بار به دنبال اینن که نه تنها حالا از عراق که کمی شاید ناامید شدن، این بار میخوان جهان عرب رو با ایرانیان درگیر بکنن و این تصمیم رو دارن و تمام شواهد و مدارک جمع موجود رو بگم. اجازه بدید من یه چیزی رو بگم. بسیاری در این پروسه دو ساله گذشته من دیدم که آمدند بر علیه کشورهای عربی و عربستان و و و و شعار میدادند و من امروز توی لایو هم فکر کنم لایوی که صبح گذاشتم دوستان حتما دیدن به این مسئله اشاره کردم. دوستان کشورهای عربی، کشور عربستان که بزرگترین و قوی ترینشونه، به صراحت رئیس جمهور آمریکا بیان کرد که اگر ما 10 روز ازتون حمایت نکنیم شما باید جمع کنید برید. بنابراین حتی اگر سندی دیدید که من ندیدم تا بکنم، پولی از طرف عربستان اومده خرج هزینه عربهای ایران ستیز، البته من مطمئنم عربهای ایرانی عربهای ایران دوستند، این دار و دسته صهیونیستی که به اسم عرب در حقیقت دارن تجزیه طلب ادعای تجزیه طلبی میکنن شما دیدید داره انجام میشه، مطمئن باشید این آب آبش خورش در فرهنگ و تفکر صهیونیسته. ما دوچار مشکلات عدیده‌ای هستیم ولی دنبال دشمن روزافزون نمیگردیم. اگر شما میبینید که از کشورهای عرب منطقه دارن به یک سری تجزیه طلب کمک میکنن، آبشخور جای دیگه است، توجه بکنید. همیشه دنبال اون ریشه ها و بنیاد ها برید. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. این آقای ادی کوهن در همون مقالش که در اون تارنمای یا روزنامه ایلاف هم به چاپ رسیده دقیقا به این اشاره میکنه، میگه ببینید حالا فلسطین اینقدر ها
و تازه اینم سرزمین تاریخی ما بوده. ادی کوهن میگه ایران رفته سوریه رو گرفته، یمن رو گرفته، عراق رو گرفته، نمیدونم لبنان رو گرفته، 4 پایتخت عربی رو اشغال کرده. بیاین لطفا با ما متحد بشیم بریم شر اینا رو بکنیم، هم تباران عرب سامی ما. میبینی تو رو خدا؟ یعنی سیاست های اینها دست هر شیطانی رو، دست هر اهریمنی رو اینها از پشت بستن. و این رو اگر هم میهنان ما ذره عرق ملی دارن، میهنشون رو دوست دارن، من امیدوارم به هیچ عنوان دیگه پای این برنامه این رادیوهای فکستانی نشینن. چه برسه به این که من شگفت زده شدم رفتم دیدم برخی از هممیهنانی که ادعای میهن پرستی دارن برنامه اینا رو رفتن پسند کردن، لایک زدن. اصلا دهشتناکه، یعنی ناآگاهی تا به این اندازه. ببینید من خواهش میکنم ازتون فرتور شماره 5 رو نشون بدین. من از همینجا با پروانه شما میگویم السلام علیکم ایها المواطین العرب فی الکل ایران بالاخص فی المحافظت خوزستان. درود به همه هممیهنان عرب ما در سرتاسر ایران به ویژه در استان خوزستان که زادگاه من هم هست. ببینید خیلی جالبه. نه این فرتور شماره 6ه، فرتور شماره 5 رو لطفا حالا همین رو هم میخواید بذارید؟ آره من این جمال عبدالناصر اول این رو ببینید. من خواهش میکنم جمال ببینید این خیلی جالبه. این در این توییتی که آقای ادی کوهن کرده به عرب‌ها چی میگه؟ میگه آقا ما سرزمین اجدادیمون رو میخوایم، یثرب یا همون مدینه رو میخوایم، خیبر رو میخوایم، چاه نمیدونم فلان پیامبرمون رو میخوایم که در اونجاست، و ما از همه اینها عقب نشینی کردیم، برگشتیم یا رفتیم تا فلان جا. یعنی میخواد بگه ما از مدینه تا اورشلیم یا بیت المقدس عقب نشینی کردیم، بعد شما به ما میگید باید بریم تا مرزهای 1967 عقب نشینی کنیم. کی باید ما یعنی میخواد بگه عقب نشینی اصلی رو ما کردیم که از سرزمین اجدادمون یثرب و خیبر و چاه فلان پیامبر یهود عقب نشینی کردیم. خب میخوام این به امیدوارم کسانی از هممیهنان عرب زبان ما باشن که این پیام را برسانند که اینها خوشخیالی است که جهان عرب فکر کنه اسرائیلی ها با اینا کنار خواهند آمد. امکان ندارد اسرائیل و مافیای صهیونیسم از رویای نیل تا فرات گذر بکند. ببینید من یک مسئله رو مناخیم بگیم چه میگوید؟ مناخیم بگیمی که خودش یک تروریست بوده و کارهای تروریستی میکرده که اینجا بهش اشاره خواهم کرد. مناخیم بگیم میگه مرزهای اسرائیل رو خدا تعیین کرده. بعد شما انتظار دارین از پیروان همچین دیدگاهی که اینها بیان از نیل تا فرات رو فراموش کنن؟ امروز این مسئله بلندی های جولان یا گولان این برخی از این عرب های جهان عرب رو از خواب بیدار کرد که ای بابا اینها به ما پیام صلح میفرستن، از اون بر دارن به کشورهای غربی به ویژه و حتی آمریکا دارن پیام میدن که بیایید مالکیت ما بر بلندی های جولان یا گولان رو به رسمیت بشناسید. یعنی من مطمئنم این صهیونیست ها به علت راسیست بودنشون، شوونیست بودنشون و کلن ستیزشون با غیر از خودی ثابت خواهد کرد به زودی به جهان عرب که اینها دشمن درجه یک جهان عرب هستن. ما دشمنی با جهان عرب نداریم. جمهوری اسلامی هم که تا به امروز هر گلوله‌ای در هر کشور عربی شلیک کرده سودش به اسرائیل رسیده. وگرنه شما ببینید لبنان رو آیا حزب الله به گند کشیده یا حزب الله رو آباد کرده؟ یمن به آشوب کشیده شده یا یمن آباد شده؟ سوریه تبدیل به ویرانه شده؟ ببینید وضعیت عراق رو ببینید. مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم که هر جا رفته که آبادانی به بار نیامده و هر جا هم رفته تبدیل به سرزمین سوخته شده. من از شما خواهش میکنم ببینید جمال عبدالناصر یه سخن تاریخی داره که اشاره میکنه، میگه من المحیط الاطلسی الى خلیج الفارسی. این آقا میاد تو توییتش حتی این جمله جمال عبدالناصر رو هم دستکاری میکنه،
بخش جمال عبدالناصر میگه خلیج الفارسی در اون جمله، این آقا فارسیش رو میندازه، میگه من المحیط الى الخلیج. کدام خلیج؟ خلیج مکزیک یا یک خلیج دیگه؟ شما چند تا مدرک باید از این مردک ایران ستیز راسیست صهیونیست ببینید که باور بکنید که اینها از سر تا به با ایران ستیزن؟ بعد این رادیوهای فکستانی میان نوشته های اینها رو پروموت میکنن، پشتیبانی میکنن. من از شما خواهش میکنم ببینید، من به عنوان نمونه موردی، خب اگه بخوام اینجا نشون بدیم، من شاید نزدیک به 60 تا کامنت رو یا نوشته رو میتونم، افرادی که دارن با این باند کار میکنن، یا صهیونیست های پارسیدان که نوکر موساد هستن، نوکر دولت اسرائیلن و حسابشون از ایرانیان شریف یهودی که هم میهنان دوست داشتنی ما هستن جداست، اینها دارن در همین خط فکری منشأ امیر و باندشو داره دستش در این یکی دو سه تا رادیوی فکستانی دارن حرکت میکنن. یکی از همین افرادی که چند ماه پیش که من و شما با هم برنامه داشتیم پیرامون صهیونیست و جایگاه و اندیشه‌هاش و باورهاش و کارکردهاش، ایشان اومده بود به من افسون بر ناسزاهای خانوادگی، ایشون برای اینکه به من توهین بکنه اعلام کرده بود، به من گفته بود ای فارس سگ. یعنی شما ببینید میآیند، بعد اگر برید به صفحات اینها میآیند خودشون رو ایران دوست تلاش میکنن معرفی بکنن، ولی وقتی طرف عصبانی شده بود به من رو خطاب قرار داده بود، پوزش میخوام از هم میهنان، به من گفته بود فارس سگ. من ازتون خواهش میکنم یکی از افرادی که بسیار فعاله و با این باند داره کار میکنن و فرتور شماره 8 رو نشون بدید لطفا. بله اینو میتونم ازتون خواهش کنم بخونید. بله کدبان اجازه بفرمایید من از جلو بگیرم که دوستان ببینن. موجودیت اسرائیل به خطر به خطر بیفتد به ایران حمله خواهیم کرد. اول کبیر لوط تا دولت ایران قدرت بمب اتم را ببینند. آقای بنیامین دشتی به نقل از آقای بنیامین در دشتی. بله ایشون همون فردی بود که به شدت به من و شما توهین کرده بود و با این باندم داره کار میکنه، بسیار هم فعاله و من اینجا نمیخوام بگم با یکی دو تنی که پیرامون خاندان ایرانساز پهلوی تهمت میزنن و ناسزاگویی میکنن هم در ارتباط مستقیمه، آقا باشون دوسته و باشون هم کار میکنه، بسیار هم بهشون نزدیکه. حالا فرتور شما ببینید وقتی منشأ امیر کدبان خسروی هم میهنان گرامی میاد در برنامهش میگه کوره های اتمی باید نابود بشه در ایران و سایت های موشکی باید پایگاه موشکی نابود بشه، خب معلومه این نوچه ها و این راسیست های صهیونیست ایران ستیز که زیر دستش دارن کار میکنن باید اینها هم بیان همون خط فکری رو دنبال بکنن. کدبان خسروی فرتور شماره 10 رو اگه نه ببخشید فرتور شماره 9 رو، بله همین هست، میشه این رو بزرگوار، اینم از همین بنیامین در دشتی است، از همین بانده میشه این رو هم بخونید. نویسنده کویتی در کتاب جدید خود میگوید تمام کشورهای عربی با اسرائیل رابطه برقرار باید بکنن. چون پارسی صحبت کردنش هم کرد با شبیه راه رفتن منه بکنن. چون یهودیان برادر و پسر عموهای عرب ها هستند. تنها دشمن ما عرب ها ایرانی های بیدین و بیهویت در مذهب ساختگی شیعه هستند. منظورش اینه، میگه خب این غلط نوشتاری هم داره، میگه تنها دشمنان ما و منظورش و عرب ها ایرانی های، ببینید شما دیگه چند تا مطلب باید از اینا هم میهنان گرامی ببینید، چند تا سند و مدرک باید برای شما ما رو بکنیم که شما اینم یکی از افرادی که داره با همین باند کار میکنه. رادیو من بتون امشب معرفی کردم ادی کوهن رو، یک ایران ستیز پرتلاشی که داره افکار جهان عرب رو برای جنگ با ایران، آن هم به بهانه آزادسازی کشور اشغالی الاهواز که مرغ پخته خندش میگیره، کشوری به این نام در درازای
این چند هزار سال گذشته که کشور ما ایران نامیده میشده میشه وجود خارجی نداشته، داره افکار جهان غرب رو داره آماده میکنه. ازه بفهمه مرد پخته از اونجای خندش بگیره که کشوری به اسم اسرائیل هم در طول تاریخ وجود نداشته و فقط در برسیس یک نوشته یک معامله یه شخصی با پوست آلتش با خدا کرده یک کشوری به وجود اومده به اسم اسرائیل. اینها از این مرغ‌های پخته که آدم خندش بگیره رو بسیار خندوندن. من اصلا نگران خندیدن مرغ نیستم، نگران تفکرات وحشتناک اینها هستم که به شدت و به حدت ایستادن که تا به مرحله ظهور بنشوننش. باور کنید که اینها هدفی دارن در این زمینه و بسیار آدمای خطر. ببینید بسیار قربان خسروی، این همین آقای بنیامین خودشو ایران دوست معرفی میکنه که یک دروغ خنده داره و میگه اگر به ما فشار بیارید، خودشم تو اسرائیل نشسته، ما اول برای هشدار کویر لوت رو میزنیم. خب بمب اتم وقتی زده بشه آسیبش رو مگه ملت ایران نمیخوره؟ مگه آسیبش رو ملت ایران نمیبینه؟ مگه یک نژادکشی صورت نمیگیره؟ مگر فاجعه زیست بومی به وجود نمیاد؟ بعد شما اینا رو، من از اینها شگفت زده نیستم، از هممیهنانی شگفت زدن که میرن پای نوشته اینا رو پسند میکنن. بعد یه آقا آشکارا در صفحش در ارتباط با افرادیه که با یکی دوتنی که از بام تا شام دارن به خاندان ایرانساز پهلوی به ویژه شهبانوی گرامی ما توهین میکنن. من شگفت زده از این هممیهنانمون هستم، نه از این افراد. این افراد کاروبارشان مشخص است. من از شما خواهش میکنم چون زمانمون کمه، فرتور شماره 10 رو بزرگواری بکنید نشون بدین. این یه نقشه است به زبان عبری، گمان میکنم نیاز به توضیحات هم گویاست. و این محلی که ملاحظه میفرمایید کدبان، اینجا من با ما نمیدونم کرسل من رو دوستان ببینن روی صفحه، این کرسل که روی داره حرکت میکنه موقعیت طلایی خلیج همیشه پارسه. از اینجا شما نقشه و جغرافیایی رو که اگر این نقطه خلیج فارس رو در نظر بگیرید، میتونید بقیه اون چیزی که این در رویای ایران ستیزانه این موجودات پلید وجود داره رو کاملا ملاحظه کرد. شما حتما به همیهنان گرامی به یاد دارید در اون برنامه هایی که ما 4-5 برنامه داشتیم، من به این اشاره کردم که حدود دست کم 20-30 سال اینها دارن بر روی ایرانیان کرد و ایرانیان پشتون، یعنی چون پشتون‌ها و کردها از تیرهای ایرانی هستن دیگه، دقیقاً تا آخرین جایی که کردها زندگی میکنن بال شرقی بال غربی ایران شهر حساب میشه و تا جایی هم که پشتون‌ها زندگی میکنن بال جنوب غربی ایران شهر بزرگه. ببینید در این نقشه جایی رو که پارسی زبان‌ها قراره، یعنی دور هم گرد بیان، به رنگ بنفش نشون داده شده. جایی رو که ترک تباران هستن به باور خودشان به رنگ نارنجی نشون داده شده و جایی رو که یهودی، کشور یهود باید باشه، به رنگ خاکستری. حالا دوستان عبری نمیدانند، ببینید. و در اون بخش سمت اسرائیلش که اون قسمت‌های بزرگ رو خاکستری کرده، تمام مناطق کردنشین رو جزء اسرائیل معرفی کرده. وقتی من میگویم تجزیه تشکیل و جالب تو کاسپیان، هم آقایون کاسپیان توجه بفرمایند لطفاً، تا گیلان و تا گیلان هم آمده است. خب آقای کاسپی گوش کن ببین چه خوابی واسط دیدم. البته خب اینا خیلی لطف دارن، جماعت 4-5 نفر کنن. البته اینها به گمانم گویی لطف دارن به 4-5 تا این افراد گیلانی نما که به دام اینها افتادن. این بخشای گیلان ما رو گذاشتن زیر نفوذ جمهوری جعلی آذربایجان و اون بخشای خاک. ببینید حالا اون نقشه فرتور شماره 11 رو لطف میکنید نشون بدین. زب...
این رو اگه میشه بزرگ بفرمایید، یعنی ببرید نزدیک، سپاسگزار میشم. این دیگه به انگلیسی، حالا خیلی جالبه، پایینش مهر چیز داره، یعنی مال سازمان اطلاعات امنیت آمریکا و دوازده شیش سال 2015. بله، و روش هم زده تاپ سیکرت، یعنی فوق محرمانه. حالا شما جالبه ببینید، اسرائیل اون رنگ آبی روشنه که بازم اون مناطق کردنشین رو دربر میگیره، بخشای بالاییش، و یعنی کردها رو جز اسرائیل به حساب آوردن، اون پروژهی که سالها داره دنبال میشه. برای همینه که من میگم کردستان بزرگ یعنی یک لقمه آمادهی، اولا کوچک کردن کشورهای منطقه و تشکیل یک کشوری که به نام کردستان بزرگ، و سپس بلعیدن این در خاک اسرائیل. و الان هم به شدت داره تبلیغ میشه که کردها آریایی نیستن و از لحاظ تباری و ژنتیکی به یهودی ها نزدیکن. شما به این بخش بنفش رو میشه، شاید من خوب نمیبینم، شاید بنفش افغانستان، بله بله، و اون بالا خور، یعنی برای افغانستان هم دو... من حقیقت کدوان این جمله رو که شنید، این واژه رو که دیدم، چون میدونید که ایران